سلام و درود و خوش آمد به همه بینندگان و مخاطبین و شرکت کنندگان در این برنامه و همینطور جناب جهانپولاد ارجمند مسئول هستم از جوایز پارسی پرژن وارز. بدون شک بسیاری از شما با سخنرانی این برنامه آشنایی دارید، ولی طبق رسم و روال همیشگی به شرح کوتاهی از زندگی نامه و کارنامه فعالیت‌های کاری و ادبی ایشون رو پیشکش حضورتون می‌کنم. سعید جهانپولاد زاده ششم دی ماه 1347 خورشیدی هستند. شاعر، مترجم، پژوهشگر زبان و ادبیات تطبیقی ملل و پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات تطبیقی ملل از دانشگاه بین‌المللی استانبول. فعالیت‌های ادبی رو از اواسط دهه 60 با نشریات و روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، فرهنگی، سلام و مجلات ادبستان، فرهنگ و ادب، آدینه، گردون، دنیای سخن، کارنامه، کلک و تکاپو و روزگار و فصلنامه‌های فلسفه و هنر در زمینه نقد ادبی، آثار ادبیات داستانی. سعید جهانپولاد در دهه 70 با همکاری دفتر ماهنامه معیار و هیئت تحریریه کارگاه شعر و نقدی رو کلید زد و شرکت در کارگاه‌های زیرزمینی دکتر رضا براهنی و شناخت ظرفیت‌های دیگر زبان فارسی منجر به شکل‌گیری جنبش شعر دهه 70 شد. جهانپولاد مترجم چند زبانه است و به ترجمه و تفسیر بسیاری از مجموعه‌های شعری پرداخته که در این اندک نمی‌گنجد. مجموعه اشعار و مقالاتی از او نیز در دست ویرایش و زیر چاپ هست. او همکنون عضو فعال آکادمی حلقه شعر و نقد ادبی دانشگاه خراسان و عضو هیئت علمی اندیشکده مجار و عضو افتخاری کارگروه شعر پژوهی و ادبیات شناختی در جوایز پارسی است و فعالیت‌های دیگری از این قبیل. از گزیده آثار ایشون در کوچه های اول حرکت، آوای جنینی، گزینه شاهکارهای هایکو، شاهکارهای شعر جهان، شعر به وقت گرین بیچ، زره کرگدن به تن دارم، فصل گلهای سفید داوودی و برخی آثار دیگر برای آگاهی از ریز فعالیت هایشون از گذشته تا حال میتونید به صفحه اینستاگرامشون مراجعه بفرمایید که سعید جهانپولاد هست و شاید که خودشون بهتر باشه اطلاعات بیشتری رو در این زمینه به ما بدن. همینطور از دوستان عزیزی که در این برنامه شرکت دارن خواهش میکنم چنانچه پرسشی رو مطرح کردن در پایان دوست دارن که پرسشی در این برنامه مطرح بشه در پایان گفتار بفرمایید و یا اینکه بهتر هست به من ارسال کنن تا من به جای اونها بخونم و طرح کنم. و اکنون زمان رو من به جناب جهانپولاد میدم، در اختیار ایشون میذارم تا از صحبت‌های بسیار نوین ایشون بهره گیرید. نگفته نمونه که این برنامه در دو بخش هست که شاید توضیح خود ایشون بتونه بهتر و روشنگرتر باشه. جناب جهانپولاد باز هم سپاس از حضور شما در این سمینار و همه ما چه دانشجویان، چه اساتید دانشگاه و چه کسانی که در کار ادب و ادبستان و فرهنگ ایران زمین هستند بدون شک منتظر چنین سمیناری بودند و منتظر هستند که صحبت‌های شما در این زمینه به گوش همه اونها برسه تا بهره برگیری تازه‌ای رو از موضوع‌های تازه داشته باشید. خوش آمدید و میکروفون و تریبون در اختیار شماست. سلام خدمت شما خانم بنی هاشمی، مجری خیلی توانا و فرزانه جوایز پارسی، دوستان و عزیزانی که در پشت صحنه دارن ما رو ساپورت میکنن و این برنامه رو پیش میبرن.
به بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، چه در ایران چه در خارج از کشور و هر جای جهان که هستن، اونهایی که به ادبیات عشق میبرزن، بخشی از زندگیشون، بخش که قابل توجهی از زندگیشون در شعر، ادبیات، در تفکر، اندیشه میگذره. ما شما عنوان این سمینار رو اعلام نکردید، من تا اونجا که شنیدم من گذاشتم که شما با کلام خودتون، با زبان خودتون و چرا که محتوای بهتری پیدا میکنه وقتی از زبان شما شنیده بشه، تمام محتوا در کلام شما گنجونده میشه و به گوش عزیزانمون میرسه. خواهش میکنم. من به کارهایی که انجام داده بودم از سالهای خیلی قبل، اساساً معتقدم که یکی از حالا باید بگم نوع روشی که من دارم، اولا که دنبال کارهای جدیدم، مطالعات جدید، چون احساس میکنم ادبیات ما نیازمند یه اینجور رویکردهای جدید و سنجشی تحلیلی هست در ادبیات امروز که جاش خیلی خالیه. یعنی ما یکی از وظایفی که امثال من دارم نسبت به ادبیات خودشون امروزه اینه که این فاصله زمانی که با تأخیر و تعویق داره اتفاق میفته رو یک مقدار کمرنگ ترش کنیم و سعی کنیم فاصله زمانی رو کمتر کنیم. اول به این خاطر که شعر و ادبیات و نقد ادبی اصلا کلن متون فرقی نداره، چه فلسفی چه الهیاتی، چه ما از دانش حالا میشه که بینارشتهی میتونیم استفاده ببریم و در ابعاد جهانی موضوعاتی که در کشورهای دیگه و در خیلی کلاس خیلی سطح بالاتری از ادبیات ما داره سنجش میشه، سنجش های علمی، نظری، انتقادی، مطالعات بسیار شناختی که اساسا خیلی سیستماتیکه و در ایران متاسفانه این سیستم و این نوع ساختار رو نداشتیم، چه تو دانشگاه چه جای دیگه نداریم، چون مطالعات نظری نداریم، نداریم چون در واقع نظریه ادبی آنچنانی نداریم و روش‌های تحلیلی نداریم. هر چی که هست از متون گذشته بوده که خیلی هم کتاب‌های خیلی نادر و به صورت کامل هم نیست، یعنی فقط یه سری جستار هاست. مثلا در کارهای ملا صدرا میری بررسی میکنی، در ناصر خسرو بررسی میکنی، در چهار مقاله عروضی بررسی میکنی، ببینید همه اینها متفکرهایی که داشتیم، شاعرها، نویسندگانی که داشتیم، در حقیقت اندیشمندانی که در ادبیات ما هستن به صورت جستار یعنی نوشتن، به صورت خیلی عمیق و تحلیلی کار نکردن روش. اینه که متون این زمینه ای ما خیلی به ندرت داریم و امروز هم جالبه که نمیتونیم اونها رو مثلا بیاریم و خیلی به اصطلاح عمیق روی متون جدیدمون و نگاه جدید داشتن. این بود که این چالش برای من از دهه 70 شروع شد، یعنی از زمانی که در واقع به قسمتی از این آگاهی خودم رسیدم، به بینشی رسیدم که باید کاری کرد برای این ادبیات و به تنهایی و گاهی با کمک برادرم که ایشون هم جزو هیئت علمی دانشگاه هستن سعی کردیم که متفکرای حالا اون زمان رو، یعنی شما حساب کنید مال 30 سال 40 سال قبل که این اتفاقات افتاده، با فاصله زمانی مثلا 10 15 ساله 20 ساله، یعنی اون زمانی که مثلا فرض کنیم ما ژاک دریدا رو در ایران داشتیم معرفی می‌کردیم، ژاک دریدا تازه مثلا چند سال بود، یه 4 5 سال بود که به اصطلاح درگذشته بود، یا مثلا رولان بارت هم همینطور، یا کسایی از این قبیل، فوکو مثلا دقیقا همون اوانی شد که درگذشته بود و دنیا میشناختش و ایران هنوز چیزی ازش نمیدونستن، یا دریدام همینطور. یعنی اولین مقالاتی که ما نوشتیم و کتابهایی که تو این زمینه به صورت گروه مترجمی و حتی گروه تحلیفی و تحریری انجام دادیم، یه چند تا انتشارات مختلف در مجلات مختلف کار کردیم. خب و بعدها خب اومد کتاب‌های مثلا مثل ساختار تحویل متن، مثل کارهایی که آقای جان مکنون معرفی کرد، رامین جان مکنون عزیز که هر جا هستن سلامت باشن، و دکتر براهنی و خیلی عزیزان دیگه هم که این زمینه‌ها رو معرفی کردن، زمینه‌های اون بیس کار رو معرفی کردن، در حقیقت کمک‌هایی بود که میشد به این گسست تاریخی انجام داد، چون ما دچار گسست تاریخی شدیم.
من در این مطلبی که الان و سمینار گذاشتم و عنوانش هم نقد ژنتیکی و مطالعات ژنتیک متنی هست که اساساً در فرانسه شکل گرفته، یعنی بررسی تاریخچه مطالعاتیه که به نام ژنتیک متنی یا متن ژنتیکی که ملاحظاتی داشتم روی متفکرانی که هنوز هم در حال حاضر هستن و کسانی که مثلا حدوداً چندین سال قبل بودن، 30-40 سال، 50 سال، چون این مطالعات از سال 1960-1970 شروع شده در فرانسه و همینطور رو به رشد و تجربه گراست. این هست همه مهمتر که پژوهش‌های تجربیه، یعنی یه سیستم خیلی ساختاری چیز نداشته که فرض بگیریم که مثل فرمالیست باشه، یه سری نظریات باشه نوشته شده باشه و ما بیایم بگیم نقد فرمالیست یا نقد ساختارگرایی یا نقد پسا ساختارگرایی. نه، اینجوری نبوده. یک تجربه هایی شده، چون اصلا کلا بحث تجربی و پژوهشی میدانیه که روی متون، یعنی در حقیقت روی متون انجام میشه. متون رو از اون حالت نطفگی خودش، اون ابتدا به ساکن خودش که در ذهن خلاق یک نویسنده شکل گرفته، شروع میکنه ردیابی میکنه تا به مرحله‌ای که به عنوان یک متن بسته شده در یک چارت به نام کتاب. چون اساساً حالا این مطالعات در دو بخش هست، هم پیش‌نویس‌ها یا پس‌نویس‌ها یا نسخه‌های خطی که دست‌نویس خود نویسنده هست که شامل حواشی، طرح‌ها، نقشه‌های راه که در مثلا یک رمان می‌خواد انجام بده، اطلاعات مختلف، گفتگوهای مختلف، روزنامه ها، آدرس ها، اسم شخصیت ها و همه اونها رو که رمان های بزرگ جهان رو که شاهکارهای ادبی جهان هست، مثل رمان یولیسس از جیم جویس، بیداری فینیگان، فینیگز بیک، یا کارهایی مثل مادام بواری از گوستاو فلوبر، یا کتاب های مثلا از امیل زولا، بلندی های بادگیر، یا امیلی برونته، مثلا امیلی برونته بلندی های بادگیر و کارهای امیل زولا، و هم تا متون فلسفی، متون های مثلا مثل کارهای، حالا من در این پاورپوینت هایی که براتون خدمتتون فرستادم بخش هایی هست، مثلا پاسکال، اندیشه های پاسکال رو حتی ما از نظر مطالعات ژنتیک بررسی کردیم و دارن بررسی میکنن. بنیادی هست در فرانسه به نام بنیاد فلوبر، استاف فلوبر، و اون اساسا تمام اون تصنویس ها، پیش نویس ها، طرح ها، نقشه ها، نقشه های راه، حواشی، اون ویرایش های چندین و چند باره یک اثر که نوشته شده به دست خود نویسنده و خودشون هم، و استاف فلوبر اولین کسی بودی که آورده تقدیم کرده به کتابخانه ملی فرانسه این به اصطلاح دست نویسه های خودش رو، یا مثلا آثاری که از ویکتور هوگو پیدا کردن و گرفتن ازشون که الان در کتابخانه ملی هست، و خیلی خیلی نسخه های خطی که الان در انگلیس جاهای دیگه که شما میبینید، و کلکسیونرهایی که برمیدارن نسخه های خطی رو جمع میکنن که فقط صرفا نوشته های خطی نیست. یعنی اینجا یک بحث جداگانه ایه بین اینی که شما میگی مطالعات ژنتیک متنی و نسخه خطی. همه فکر میکنن نسخه خطی که از قرنهای هفتم میلادی همه داشتن دنبالش بودن که جعلی بودنش یا غیرش رو حساب کنن، فقط این نیست. یعنی مطالعاتی که ما داریم در نظر میگیریم اصلا یک راه جداگانه است، یعنی اصلا اون نسخه خطی زیر مجموعه از این مطالعات بسیار گسترده و تحقیقی و علمی و روشمنده، یعنی واقعا علمیه، چون اساسا به این فکر میکنه، اونجا در این فکر میکنن که جعلی بودن یک اثر رو بررسی کنن، اینجا میاد تمام اون چیزی که یک متن از قبل از اینی که پیدایش پیدا کنه و نوشته بشه رو لحاظ میکنن، حتی قبل از اون چیزی که در ذهن نویسنده داره اتفاق میفته. چون ما با برداشت هایی که میتونیم از حواشی، از ویرایش های مختلف، اونجایی که فرض بگیریم که مثلا یک نویسنده مثل یولیسس 13 سال مدام و به مدت 30 بار در طی 13 سال به مدت 30 بار یولیسس رو شروع میکنه ویرایش کردن، که در اون پاورپوینت هایی که من خدمتتون فرستادم شما میتونید ببینید اون نسخه خطی که خود
یولیسس نوشته شده با دستخط خود جیم جویس هست، چقدر خط خوردگی داره، چقدر به هم خورده، چقدر حواشی داره، چقدر ریفرنس داره، ارجاعات داره، بینامتنی داره، چقدر توضیحاتی که خود نویسنده نوشته در کنارش و ما میتونیم با اتکا به اون حواشی، به اون چیزهایی که در طول این اثر داره شکل گرفته از اون جریان نطفگی و تا پدیداریش به صورت یک کتاب که البته باز الان مطالعات جدیدتر که میریم از مطالعات فرانسوی که تو انگلیس و تو آمریکا هم داره در حقیقت چند تا کشور دیگه هم داره همین شیوه اتخاذ شده و توسعه یافته و با عصر دیجیتال و فناوری‌های جدید و دستگاه و ابزارها و سخت افزارهای بسیار پیچیده اومدن و دارن مطالعه میکنن، تازه ما به بردار دیگه میرسیم و این فکر یعنی این تفکر اصلی مطالعات نظری ژنتیک روی این موضوع مبنایه که خود یک کتاب وقتی که به صورت یک کتاب باکست میشه در حقیقت اون سفارایی که انجام میشه، اون ویراستاری که در متن انجام میشه در حقیقت بخش اعظمی از اون اتفاقاتی که ما میتونیم سنجش علمی کنیم و مطالعاتی روی اثر داشته باشیم رو از دست میدیم. چرا؟ چون مثل یک ماشین نظام خودش رو، یعنی نظام کتاب شدن، کتاب باکس انجام دادنش با اینی که تحریری بیا چجوری سفارایی کنه، چجوری کلمات رو کنار هم دیگه بچینه، چه بخشهایی حذف بشه، چه بخشهایی حذف، چون اینا به این حالت کتاب به عنوان یک ماشین به نظام تحمیل شده بر متن که متن بسته میشه در حقیقت، مثل این که فرض کنید که یک باکست بسته شده و آرایش شده و خیلی شیک و اینها و این جریان خواندن رو به شما تحمیل میکنه. اینی که مطالعات ژنتیکی میاد نگاهش رو از رو کتاب برمیداره، یعنی چاپی که الان شده برمیداره، میگه قراره که ما تحلیل و سنجش علمی داشته باشیم روی اثر، نگاه رو برمیداره میده در کجا، در پس نوشته های این آثار و یک در حقیقت فرهنگ سازی برای ما نویسنده ها و هنرمندای جهان و شاعران نویسنده های جهانه که بپذیریم که هیچ متنی به صورت فی‌البداهه آماده نمیشه، در طول زمان شکل میگیره، یک جریان میدانی داره که به محیط خود نویسنده، به زیست زبانی نویسنده، به زیستگاه فکری فرهنگی خودش، عناصر فرهنگی خودش وابسته است، از همه مهمتر به اکولوژی زبانش وابسته است، از همه مهمتر به اتفاقات و حوادثی که در زمان و دوره خودش، چه در مرز جغرافیای خودش، چه در قاره خودش و چه در جهان خودش شکل گرفته، باید همه ارجاع داده بشه. یعنی یک مطالعات بسیار وسیع که شما فرض بگید که اگه ما بخوایم یه تحلیل و یک سنجش علمی دقیق داشته باشیم، این مطالعات به ما کمک خواهد کرد که ما بتونیم راز خیلی چیزها رو کشف کنیم، بعد تطبیق کنیم بین نسخه چاپی شده و به عنوان همونی که گفتم یک نظام بسته و باکست شده که تحمیل میکنه روش خواندن رو، تا بیایم به یک روش آزاد مطالعاتی وسیع و میدانی و تجربه گرا در خود مد برسیم. یعنی ببینید اونور چقدر ذوق و شوق به شما میده که کشف کنی که فرض کن مثلا این مادام بواری وقتی داره نوشته میشه از چه عناصر خاصی گوستاو فلوبر استفاده کرده، در زمانی که داشته می نوشته به چه آدرس ها و چه شخصیت هایی رجوع کرده، چه روزنامه ها، چه حوادثی در زمان خودش اتفاق افتاده بود که متأثر شده ازش و در پس نوشته هاش به عنوان نقشه راه برای نوشتن این رمان استفاده کرده. درست؟ اسم این مثلا خانم مادام بواری رو از کجا گرفته فرض، یا اتفاقات آدم های دور و برش که داره میفته اینا کی بودن، چی بودن. خب این یه جنبه خیلی جذاب مکاشفه‌ای برای من خوانشگر و خواننده ایجاد خواهد کرد به من کسی که میخوام برم ببینم آقا این متن چطور شکل گرفت. درست؟ اینه که یک روند در زمانی و همزمانی رو با خود نویسنده طی خواهم کرد، یعنی عملا من به عنوان خواننده خودم میشم یه نویسنده جدیدتر که در عین حال کشف دارم میکنم و در عین حالم می‌نویسم یک متن رو، تا اینی که یک کتاب به صورت باکست آماده شده بشه و من فقط مصرف کننده خواننده آن باشم. خب اینجا ما میگیم مطالعات جنبش انتقادی مطالعات ژنتیک متنی. حالا چرا ژنتیک؟ به خاطر اینکه رابطه بیولوژیکی با خود اثر داره. این رابطه بیولوژیکی البته نه به مفهوم اون بیولوژیک علمی و دانشی شال فرض بگیریم، نه به اون مفهوم، این رابطه میشه گفت که از بدو پدیداری و نطفگی تا
اینه که یک شکل بالغ و کامل به خودش بگیره و به تعالی برسه و بسته بشه یک مرد، چه روندی رو به رشدی رو از نظر سنخ شناسی، از نظر گونه شناسی، از نظر خطی، از نظر تفکر، اندیشه و خیلی چیزهای دیگه با خودش همراه کرده که بتونه پیش ببره. مطالعاتی که میشه گفت که تاریخچه‌اش اگه بخوایم بررسی کنیم، خب این تاریخچه از فرانسه شروع شده و خب البته بردار قدیمیش هم گفتم خدمتتون برای قرن 17 حتی خیلی پیشتر، شاید بگیم تا به موازات زمان تاریخی که به نوشتار ما رسیدیم، یعنی انسان در این زیستار سیاره‌ای به نوشتار رسیده، این مطالعات تاریخش از اونجا شروع میشه، یعنی از زمان نوشتار انسانی میتونیم بررسی کنیم که مثلا چجوری انجام شده و پس اینا چون. این متفکران اصلی که توی زمان فرانسه این رو پیشنهاد دادن، یکی از شاعرای خیلی معروف به نام پل والاری اولین کسی بود که اصلا بحث مطالعات ژنتیک رو اصلا در فرانسه راه انداخت و جمله‌های جالبی هم داره که میگه که من به اون زمانی دارم میاندیشم که خواننده کار من رو میخونه، اثر منو داره میخونه و با من همزادپنداری کنه و با من بیاد در زمان و همزمان با من رشد کنه در این اثر و ببینونه که من چه تجربه و چه رنجی رو برای فراهم آوری این همه موضوعاتی که در این کتاب‌ها و در شعرهای من اتفاق داره میفته، به نوعی یک رابطه اشتراکی به وجود بیاد، یک تعامل بین ما به وجود بیاد تا اونها رو بتونم با خودم به تاریخ خودم ببرم و دوباره تبدیلشون کنم، برگردونمشون به جایی که الان هستن. این یک مسافت تاریخی و ذهنی با خودت ببری و دوباره برگردونی. خب پل والاری بوده، فرانسیس کونت هست که بزرگیشو شاعره، گوستاف فلوبر، دانیل فرر از متفکرهای جدیدش هست، جیت دیمن و مایکل گوردون، لوئیس هی که یکی از باز میشه گفت نظریه پردازهای اصلی فرانسوی هست و خیلی هم نظراتش قوی هست توی این زمینه، نظرات خیلی و مطالعاتی داره که اینها رو اومده با مسئله نقد ساختاری و نقد فرمالیستی ساختاری و پساساختاری اصلا برابری داره میکنه، یعنی در حقیقت اونها یک روش انتقادی دارن که بر اساس یک کتاب شکل گرفته، چون نقد فرمالیست، نقد مثلا نقد تاریخ گرایی، نقد مارکسیست، نقدهای مختلفی که ما داریم، نقدهای مختلف نقد که داریم به ساختارگرایی میرسه و دوباره پس از ساختارگرایی، همه این انتقادها و جنبش‌های انتقادی در واقع جنبش‌های انتقادی نظری در واقع چیکار می‌کردن؟ فقط نگاهشون به خود کتاب فقط کتاب رو می‌خوندن، یعنی اون نسخه چاپی شده و نهایی شده یک اثر، در صورتی که مطالعات نظری روش اصلا کاملا غیر از اینا داره، یعنی اصلا روش کاملا متفاوته، نگاهش رو میشه گفت که به نقد مدرنیستی بیشتر وفاداره، یعنی فرزند خلفشه، چون میاد همزمان با خود مطالعات داخل خود اثر به پس نوشته ها، به حواشی، به خیلی خیلی اتفاقات، گفتگوها، اسناد خطی و اینها. روش‌های خیلی زیادی هم داره برای اینکه بخوایم وارد یک متن بشیم. الان امروزه مثلا من در آمریکا مطالعه کردم، در انگلیس مطالعه کردم، دنبالش کردم، دیدم که حتی مثلا کارگاه‌هایی دارن که کلاس‌های آموزشی دانشگاهیشون برای روش‌های خلاق نوشتن درست میان از همین مطالعات و از همین نسخه‌های پس‌نوشته‌ها یا آره دیگه پس‌نوشته‌ها و پیش‌نوشته‌ها و نسخه‌های خطی و دست‌نویس خود نویسنده‌ها میان اینا رو به دانشجوهاشون میدن، به اونهایی که هنرجوی حالا داستان نویسی هستن، شعر هستن، اینها رو میدن و میخوان ازشون که اینا رو به هایپر تبدیل کنن، یعنی بیان عملا مشارکت کنن، فیکشنش کنن، براش داستان بپردازن، داستانهای دیگه، یعنی میگن ما به شما مواد اولیه رو میدیم، شما با این مواد اولیه یه رمان جدید بنویسید، یه داستان جدید بنویسید. این روش خلاقانه چقدر جالبه روشاشون که چقدر مکاشفه ایجاد میکنه، یعنی داده هایی رو به شما میدن و شما شروع میکنی یک متن رو برابر میکنی، اینی که ایجاد یک نوع هایپر تکست شدن یا ابرمتن تبدیل شدن این آثار رو هم باز این امکان رو مطالعات ژنتیک داره چیز میکنه، راه میندازه در جهان و ما میتونیم از یک اثر ادبی با اون مواد خامش یا مواد اولیه خودش از اون حالت نطفگی برسونیم به یک جریان دیگه، یعنی بیاییم چند روایتیش کنیم،
یا میتونیم بگیم چند تا داستان نویس مختلف بیان یک متن رو با این داده‌هایی که دارن تبدیلش کنن با یه هایپر و فیکشنش کنن و همه با هم دیگه چی بشن مرتبط بشن در حقیقت در یک متن و ابرمتنش کنن، تبدیلش کنن به یک ابرمتن. همونطور که گفتم نقد ژنتیکی در واقع روش تحلیلی و سنجشی از اسناد ادبی است. اسناد منظور متون ادبی، متونی که حالا چه ادبی چه غیر ادبی، متون نوشتاری. و الان امروز مطالعاتی که داریم که رو تصویر و توی فیلم ها مونتاژش، روش های مونتاژش اینا بررسی میکنن، حتی سینما رو میان با مطالعات ژنتیکی بررسی میکنن، میان قبل از اینکه یک فیلم بسته بشه به عنوان یک فیلم از اولش تا انتهاش که ما از یک آغاز به یه پایان برسیم، قبل از اون میان چیکار میکنن؟ اون پس به اصطلاح پشت صحنه ها رو همه رو میگیرن، خیلی جالبه، و سناریو رو میگیرن و دیالوگ های مختلف رو میگیرن و میام دوباره اون رو بازسازی میکنن و روش سنجش تحلیلیش هم پیش میبرن. چطور شده که یه دفعه اینجا این صحنه رو نگرفته، این دیالوگ رو نخواستن بگن، یعنی خودشون به این نظر رسیدن، اما اگر این میامد تو این متن اتفاق میافتاده، این دیالوگ یا این مثلا مونولوگ یا این صحبت یا این اتفاق میافتاده، چه اثری میتونسته بذاره در اینی که چند روایتی بشه، مفاهیم متکثر بشه و به یک قطعیت کامل نرسه من. چون گاهی وقتا میبینید که حتی اون سیستم مونتاژی یا آدم هایی که اون پشتش هستن و مونتاژش میکنن، نظریات خودشون رو تحمیل میکنن به اثر و اینجاست که ما میدونیم که یک اثر به صورت مستقل و فی‌البداهه آماده نشده. یعنی در واقع یک روش تاریخی تجربی رو که متکثر بوده و چند وجهی بوده و چندین آدم اومدن به صورت گروهی کار رو پیش بردن، میتونیم بر هر کدوم از این بخش‌ها ملاحظه کنیم و سنجش مطالعات ژنتیکیمون رو پیش ببریم. در واقع اصطلاح روش ژنی و ویرایش ژنتیکی در شیوه نگارش ژنتیکی اشاره به این فرایند دارد. هدف این روش و مطالعات ژنتیک متنی و نقد ژنتیکی برجستگی روند درک بهتر از پیدایش یک متن ادبی و به بررسی سیر تحول متنی از ابتدا و زمان نطفگی تا بلوغ و رسیدن به قطعیتی که متن بسو به پایان میرسد، به اون ملاحظه میکنیم. در واقع این شیوه در واقع مخالف رویکرد فلسفی نظری و انتقادی است که مثل ساختارگرایی و موظفی که من توضیح دادم خدمتتون. بعد رویکرد ژنتیکی به دنبال پژوهش و مطالعه کلیه پیشنویس‌ها، یعنی تمام پیشنویسا، اصلا رد نمیکنه به هیچ وجه، چون یه کار گروهیه. یعنی تصور کنید که مثلا یک آدم نمیتونه بیاد مطالعه ژنتیکی کنه، شما باید حتما یه کارگروه درست کنی. چقدر جالب میشه این موضوع، کارگروه درست کنی، یه کسی میاد فهرست بندی میکنه، یه سری مثلا تصور کنید این مطالعه ژنتیکی، من دارم معرفیش میکنم، والا زیاد تو بحثای نظریش نمیرم، پارت بعدی 100% ان شاء الله صحبت میکنیم. مثلا شما فکر کنید که ما یه باستانشناس هستیم، ما رو میبرن توی یه جایی که حالا مثلا رفتن یه سری دخمه‌گور و یه سری آثار باستانی و حالا قبر و اتفاقات و حالا مناره‌ها، نمیدونم سازهای مختلف قدیمی و باستانی رو از دل خاک کشیدن بیرون و ما رو فرستادن که خب شما بفرمایید برید اونجا، یعنی این کارگروه رو، یه اینجور جایی رو ما پیدا کردیم، یه اینجور جاییه و ما قراره که شما تیمتون برید و اینو کشف کنید، مکاشفه کنید که آقا اینها کی بودن، چی بودن، مطالعاتشون چی، دانششون چی بوده، مال چه قبیله‌ای بودن، چه قومی بودن، چه تاریخی پشتشونه، آداب و رسومشون رو بدونید. شما ببینید چقدر این موضوع توی باستانشناسی میتونه عمیق باشه که شما وقتی میری یه جایی رو، یک مثلا تپه‌ای، سرزمینی، یه جایی رو پیدا می‌کنید و شروع می‌کنید به اونجا اکتشاف که بگردید ببینید اینا کیان، این کیان، این از چه وسایل استفاده کردن، مال چه دوره‌ای بودن، چه زبانی داشتن، چه فرهنگی داشتن. عین همین اتفاق رو من به طور مثال دارم توضیح میدم، باستانشناسی میگم، عین یه روش باستانشناسانه است. یعنی در واقع میریم در داخل خود متن و شروع میکنیم به کند و کاف کردن و کالبد شکافی کردن خود متن. بیایم بریم تمام اون عناصر رو پیدا کنیم، ببینیم که مثلا عناصر تاریخیش رو بررسی کنیم، عناصر فرهنگیش رو بررسی کنیم، عناصر زبانی، جلبه ها، رسم ها، رسومات، شخصیت ها، اسامی که از آدرس ها، اشارات، بینامتنی ها، چون ما مثلا در متن‌هایی مثل همین یونیسف به جایی میرسیم در جیم جویس که حالا
اگر لود کنید مثلا نشون بدید پاورپوینت ها رو، من میتونم از روی پاورپوینت هم براتون توضیحات خاصی رو بدم. این پاورپوینت اول صفحه نسخه خطی مادام بواری. بله 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 همینه. این نسخه خطی رو اگر لطف بفرمایید بزرگترش کنید. یه لحظه اگه اجازه بدید من پایین بیارم ببینم که بله 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 این نسخه آره آره همین. ببینید این نسخه در واقع صفحه ای از آخرین نسخه خطی مادام بواری اثر گوستاف لوبره، منتشر شده در سال 1857، یعنی اون زمان منتشر شده. بعد خود فلوبر برمیداره یک باکست کامل از نوشته ها و دستخط های خودش رو، پیشنویس های خودش رو برای این رمان خیلی مشهور جهان در اختیار کی میذاره؟ در اختیار کتابخانه ملی میذاره و انسیتوی و بنیادی به نام گوستاف فلوبر به وجود میاد در 1970 و شروع میکنم مطالعه کردن کارهای فلوبر. شما این یکی از اون صفحاته، صفحات آخرشه که شما تازه اینجا متوجه میشید وقتی نگاه میکنیم به همین متن، درست متوجه میشیم که ببینید یک روش خاصی بوده این کنار. وقتی که این گوشه ها رو نگاه میکنیم، در گوشه های کادر رو از اون سطح های اول نگاه میکنیم، ببینید چقدر بخش هایی از این در حقیقت صفحه ای از این رمان خط خوردگی داره، کلمات خط خورده حذف شده، کلمات دیگه ای جایگزین شده، درست. به غیر از اون، از وسط خط، از وسط خط اصلی که در رمان داره نوشته شده، یک خط اومده بیرون و فلش خورده به گوشه حواشی و توضیحاتی در رابطه با چی داده؟ توضیحاتی در رابطه با همین قسمت، یعنی دقیقا در همین سر اسم مثلا فلان شخصیت اومده، اسم فلان منطقه اومده، یا یه حادثه‌ای که داره در این متن اتفاق میفته، این رو فلش زده و اونجا توضیح کامل داده. این اتفاقات در متن اصلی چاپ شده که الان به صورت کتاب فلوبر اومده و در ایران هم چندین بار منتشر شده و ترجمه شده و در تمام جهان ترجمه شده، این چیزا به اصطلاح میشه گفت پسنویس ها یا حواشی به هیچ وجه وارد متن نشده، یعنی با یه متنی طرفیم که اصلا بدون این حاشیه ها هست، درست. و اینجاست که ما وقتی که میخوایم مثلا مطالعه کنیم در رابطه با فلوبر و این نقشه راه فلوبر رو در مادام بواری بررسی کنیم، طرحاش رو بررسی کنیم، ایده هایی که به فکرش رسیده، و جالبه که از همین کنارها میتونیم متوجه خیلی چیزا بشیم. مثلا میتونیم متوجه بشیم که اینجا داره خودش ارجاع میده که این باید دقیقا در این گوشه نوشته شده، که میگه این قسمت باید در جای دیگه مطرح بشه. خیلی جالبه، یعنی داره مینویسه خودش ولی آگاهی داره که این بخش یا این شخصیت یه جای دیگه باید در متن دوباره بیاد و این جمله رو دوباره تکرار کنه. پس ببینید اینجوری نیست که همه فکر میکنن که یک شعر یا یک نوشته به صورت بداهه. اصلا بحث الهام و اینها اصلا امروز دیگه با مطالعات ژنتیک از بین رفته، اصلا چیزی به نام الهام نداریم و چیزی اصلا به نام اینجوری نداریم، یعنی یک متن اصلا به صورت همونطوری که گفتم به ذات و فعل بداهه نوشته نمیشه، چون ما در به قول ژاک دریدا ما همچنان در عمل نوشتن و کنش نوشتاری داریم نقد قول میکنیم، همچنان به قول باختین داریم بینامتنی میکنیم، به قول ژولا کلوسوا داریم بینامتنی میکنیم، یعنی اساسا داریم مکالمه میکنیم با ادبیات گذشته خودمون و متنهایی که خوندیم و ذخیره در ذهن و دانش ما و میشه گفت حافظه جمعی و فرهنگ جهانی ماست. دیگه امروز نمیگم حافظه جهانی ما ایرانی، جمعی ایرانی، نه اصلا بحث ایرانی نیست، حافظه جمعی جهانی. چون من امروز یا همه دوستانی که در ایران دارن متن میخونن، که بنده دارم اکثرا چیز میکنن که آقا فلانی داره قرضدگی میکنه همش خارجی ها رو صحبت میکنه، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی در واقع ما مگه میشه شما مثلا مادام بواری رو خونده باشی متاثر ازش نباشی، اون جملات در ذهن شما نقش نبسته باشه؟ و چجوریه که در متن‌های بعدی که مینویسی فکر میکنه که اینها نبوده، همه حضور دارن، همه اون چیزایی که خوندی حضور کامل دارن و مطالعات ژنتیک میتونه اینو اثبات کنه در همه متن‌ها، که چجوریه که شما بینامتنی میکنی، ارجاع میدی بدون اینکه خودت متوجه بشی از کدوم شاعر داری اقتباس میکنی، بدون اینکه خودت متوجه بشی از کجا و اون شاعر حتی از کی اقتباس داره میکنه. یعنی مثلا حافظ رو بررسی میکنیم، میریم در متون حافظ،
اگر نسخه دستخطی حافظ زمانی اگر می بود که منتشر می شد و ما می تونستیم رجوع کنیم به نسخه خطی حافظ، تازه متوجه می شدیم این حافظی که الان به عنوان مثلا یک لسان الغیب اسمش هم می زارن، همچنین لسان الغیبی هم نبوده، در حقیقت غیبی نمی گفته. در واقع یه روش بینامتی مطالعات ژنتیکی میتونه اثبات کنه که این اسطوره‌سازی ها در واقع یه جنبه های چیزی داره و اینجوری نبوده که فکر کنید که اینا همه از غیب بهش میرسیده. هیچ غیبی هم نبوده، در واقع داشته ویرایش میکرده، داشته ویراستاری میکرده، داشته حذف میکرده کلماتی که اضافه بوده. کلمات من حتی مثلا تو این پاورپوینت هایی که به شما فرستادم از نیما مثال میزنیم، حالا هست جلوتر میگیم در خود فارسی خودمون، و اگر نسخه هایی میگم از همه کتبی که در قدیم و جدید ما هست و برامون الان شدن اسطوره، اسطوره های نوشتاری در ایران، هر کدومشون اگه بتونیم، اگر داشتیم، اگر این مثل خیلی ها مثل گوستاف لوبر، مثل پل والاری، مثل فرانسیس پونگ و خیلی کسای دیگه، مثل یولیسس، جیم جویس، تی اس الیوت و خیلی از شاهکارهای بزرگ دنیا که جرأت اینو داشتن که بیان آثار دستخطی و ویرایش شده های چندین و چندین و چندین مرتبه 13 ساله و 20 ساله و 30 ساله خودشون رو بدن و در اختیار مردم، کتابخانه ملی بگیره اینها رو و برای مطالعات ژنتیک بس باز شما بریم ببینیم چطور شد که یک دفعه ویسلند تبدیل شد به ویسلند، چطور نامه های کوتاه تلگرافی آقای تی اس الیوت در زمانی که به افسردگی دچار میشه و 6 ماه میره در یک به اصطلاح آسایشگاه روانی و مال چی میگن آسایشگاه روانی زندگی میکنه در اونجا و به صورت تلگراف و به صورت نامه ها میفرسته بخش های مختلف ویسلند و برای ازراپاند. ازراپاند یک شاعر ایماجیز که بزرگترین شاعرای آمریکا که همه آمریکایی ازش متاثرن و ایشون برمیداره رو کارهایی که از تی‌اس الیوت هست، در حالا پوینت های بعدی نشون بدید هستش، چطور میاد حواشی که تی‌اس الیوت نوشته بوده و حواشی که خودش نوشته بوده رو برداره چکار کنه، اینها رو طراحی کنه و کتاب و منظومه مثل ویسلند رو منتشر کنن که هنوز که هنوز به عنوان یکی از شاهکارهای شعر جهانه، شاهکارهای مدرن شعر جهانه. و هیچ من میتونم بگم خیلی سخت چاره دیگه بتونم بهش برسن. اوکتاویو پاس گفته بود که من عظمت ویسلند رو وقتی درک کردم که اون کتاب منظومه سنگ آفتابشو مینویسه، میگه من اصلا متاثر بودم از اون. و خیلی خیلی شاعرای دیگه که میبینیم که همچنان متاثر بودن از اینجور جریان. یعنی پس ما در واقع میتونیم به این روش برسیم. در همین متنی که شما الان پاورپوینتی که گذاشتید، بله، مال زمانه دست رفته مارسل پروست، درست؟ خب این کتاب هم زیاد تو ایران ترجمه شده و دنیا جریان سیال ذهن، خیلی جالبه. توی ایران متاسفانه چون اطلاع کافی ندارن اساتی و حتی مترجمانش متاسفانه اطلاعات کافی در این زمینه ندارن، فکر میکنن که این کتاب ها اینجوری نوشته شده چون به عنوان یک کتاب دستشون رسیده، خبر ندارن که این جریان سیال ذهنی که همش میگن جریان سیال ذهن، یک کسی مثل مارسل پروست مینویسه، یک کسی مثل ویرجینیا وولف مینویسه، یکی مثل یکی از روش‌های خلاق نوشتارها اینم بگم، یا یولیسس جیم جویس یا بیداری فینگان از آنکانشس شروع میشه استفاده میشه، یعنی اینا همه جریان خودآگاه ذهنه، مال اون یه قدم از اینم جلوتره. یعنی تو یولیسس و حتی توی بیداری فینگانش از بسیار، یعنی دیگه کاملا جنونه، انگار که جنون بهش دست داده و اصلا از جای دیگه ای داره وارد میشه و نوشته میشه. خب شما تو مارسل پروست الان نگاه میکنی، این نسخه خطی آقای مارسل پروست و رمان زمان از دست رفته، دقت کنید ببینید کجاها داره خط میخوره، دقت کنید ببینید که این بغلا حواشی که این گوشه نوشته شده، دقیقا در این گوشه نوشته شده، ببینید خطوطی که از بالا به پایین و در زیر نوشته شده، بله همچنین که شما دارید نشون میدید بر زیر، بله این قسمت ها. خب اینها دقیقاً به ما یه چیزی رو متوجه میکنه، اولا اینکه پس اینطور نبوده که همه فکر میکنن که اینا همه یه اینجوری روشی نوشته شده، یعنی توی یک جا نوشته شده یا طی 6 ماه مثلا
یا مثلا یک سال نوشته شده و هر بار هم بدون اینکه خط خوردگی داشته باشه، بدون اینکه ایرادی داشته باشه، بدون اینکه حتی پازل جابجا بشه، به اصطلاح خودمون عبارت‌ها جابجا بشه یا عبارت‌های خط بخوره یا عبارت‌های حذف بشه، خیلی مهمه، اشخاصی بیان و اشخاصی حذف بشن، دیالوگ‌هایی بیان و دیالوگ‌هایی حذف بشن. پس ببینید یک روش کاملا ویرایشی و عجیب داره میشه. ببینید در این گوشه ها خیلی جالبه که یه سری قسمت هایی از شعره، یه قسمت هایی از سرود و ترانه است. خود مارسل پروس علامت زده در صفحه 200ش، ببخشید در صفحه، آره در صفحه 200ش، حالا من مال من چون کپی گرفتم زیاد، آره آره در همون صفحه 200ش یا 900ش فکر میکنم، آره بالا در صفحه 200، حالا چی میگه؟ این پایین توضیح داده ولی این بالا یک گوشه قشنگ خط کشیده دوره اون عبارت، درست؟ یکی از سروده هاست، یکی از سروده ها، یعنی در حقیقت یه ترانه است که داره اونجا اتفاق میفته، یه قطعه موسیقی و ترانه است داره اتفاق میفته. خودش اینجا توضیحی نوشته که این برای این بخش بره داخل این متن. ببینید توضیح هم داده اون بالا، آورده قشنگ یه فلش زده گفته ببریم اون تو، یعنی از قبل، یعنی از انگاری که طرح نقشه این بوده، از قبل یک سرود، یه ترانه، یه موسیقی باید میامده در این بخش وارد متن شده. خب این نشون میده که پس اینجوری نبوده که فکر کنیم جریان سیال زن یه جریان خطی یا حتی حتی فرض بگیریم به صورت unconscious باشه، یعنی ضمیر ناخودآگاهی باشه، به صورت حتی در ضمیر ناخودآگاه خود ویسلند هم که من حالا چیز ببخشید جیم جویس هم که بال بیداری فنگان هست و یولیسس هست، من حالا دو پاورپوینت های بعدی توضیح خواهم داد مال اون چجوری وارد شده. پس ما نشون میده که در واقع بله، آفرین آفرین، به موقع آوردید اینا رو. ببینید این مثلا مال امیلی زولاس، درست، یادداشت های مستند دست‌نوشته‌ها و نقاشی های که از طریق امیلی زولا در متنش نوشته. ببینید این در واقع یه سری پارتای مختلفه که نوشته شده، در حقیقت یک طرح، یک نقشه راه برای حرکت کردن در این متن. ایشون توی توضیحاتی که در اطرافش نوشته حتی توضیح داده که اینها چیه، یعنی این مربع‌ها در واقع چی می‌خواسته. آره آره دقیقاً اون مربع‌ها در حقیقت چی رو می‌خواسته نشون بده، کجا می‌خواسته بره. یعنی ببینید توی یک نقشه شهر، در واقع اینجوری میتونم بگم، یک نقشه شهر با یه سری محلات، یه سری پل، یه سری چیزهای مختلفی که در اون اطراف داره اتفاق می‌افته، زولا در توضیحات خودش در حواشی و حتی پایین این متن خیلی جالبه میگه که این نقشه کلی من بوده برای این کتاب، برای این رمان، درست؟ میگه این نقشه کلی من بوده، من روزها، ساعتهای مختلف، حتی توی اون پس‌نوشته‌های خودش میگه روزها کار من از فلان ساعت تا فلان ساعت این بود که بیام برم در منطقه فلان که مثلا کشیده و پیاده روی کنم و هر آنچه که در اون اطراف حرف میشیدم، آدمهایی که میدیدم، شخصیتهایی که میدیدم، آدرسهایی که داشتش، حتی آدرس خیابون، پلاک خونه ها، همه رو چیکار میکردم؟ جمع‌آوری میکردم در این بردار اول. در بردار دوم مثلا میبینی برای یه روز دیگه است. میگه مسیر رو اینجوری میرفتم، مسیری که مثلا مثل سنگفرش بود، مسیری که مثل یه کوچه راه بود، مسیری که پیاده روی میکردم با چندین خطای مختلف، دقت داشته باشید، یا همینطور. پس این یه نقشه بوده که از قبل طراحی شده، اینجوری نبوده که ما فکر کنیم که یک نویسنده نشسته و فی‌البداهه چیزی بهش الهام شده و شروع کرده مثلا یک داستانی رو شروع کرده به نوشتن. نه، این مواد خامش بوده، این طرح نقشه اصلیش بوده. زولا یکی از طراحای اصلی بوده، یعنی قبل از اینکه شروع کنه یه رمان رو بنویسه میرفته داده ها رو از این ور اون ور جمع می‌کرده و به صورت این نقشه که الان می‌بینید منتشرم شده، به صورت یادداشت‌های مستند از واقعیت‌هایی که در اطرافش می‌افتاد. حتی مثلا دیالوگ، مثلا یه بخشش اینجا دیالوگ هایی که شنیده بوده میذاره. حالا تو صفحات بعدی که اگر بریم جلو ما دقیقا میدونیم که، حالا چقدر جالب، شما تو همین صفحه نگاه میکنید در اون پانوشتش که داره رمانو شروع میکنه، یعنی دقیقا این بخش از این رمانش
مرتبط دقیقا با همین نقشه را. حالا مثلا در متن بعدی فکر میکنم مال بله یولیسیس جیم جویسه. بله. شما نگاه کنید در این یولیسیس جیم جویس که من عاشقشم و خیلی هم بذاریه چیز بهترش رو داشته باشیم. آره. در همین متن یولیسیس جیم جویس. بله. ببینید این پارت یک قسمتی که حالا یک برگ حالا فرض کنید. البته من چندین برگش رو کپی گرفتم و پوینت گرفتم که بفرستم دوستان ببینن. این روش خلاقانه فرض بگیریم این پسنوشت‌ها و دستخط‌های یولیسیس جیم جویس، یکی از بزرگترین رمان نویسای دنیا که شاید به قول صادق هدایت میگه رمان تمام شد با جیم جویس، یعنی دیگه هیچ تکنیکی، بذارید راحت‌تر بگم، هیچ کسی در جهان نمیتونه این ماشین بزرگ زبانی رو و ماشین بزرگ و هیولای میشه گفت که ذهن و زبان رو بتونه مثل جیم جویس نشون بده در جهان. یعنی به پایان رسیده. این حرف من فقط نیست، ببینید صادق هدایت فقط اینو نگفته. من جدیداً تو مطالعات جدیدم نگاه کردم، دیدم ژاک دریدا یک فیلسوف فرانسه که بحث ساختار زدایی و ساختار شکنی به اصطلاح خیلی‌ها یک فلاسفه جدید و مدرن ما هست و همروزگار ما هست، اون میگه که وقتی من وارد یولیسیس شدم، چون میدونید که یولیسیس با 40 زبان مختلف نوشته شده، یعنی 40 زبان جیم جویس در این رمان از 40 زبان مختلف وارد میکنه در اون، به اصطلاح میشه گفت که در اون گفتمان، حالا میشه گفت کانسپت مختلف یا کانتکس مختلف های اون جست ریختار زبان انگلیسی، ایرلندی هست، آلمانی هست، اسپانیایی هست، نمیدونم انواع اقسام ترانه های مختلف، نمیدونم متل ها، اسطوره های بین المللی. خیلی جالبه، مثلا ما در اونجا در خود یولیسیس ما به اسطوره های مثلا به متونی مثل متون شهرزاد هزار و یک شب میرسیم، طرح اصلی شستن از هزار و یک شب در میان. اینها رو چجوری میفهمیم؟ که اینا که من دارم میگم این روش چجوری ما میتونیم بفهمیم که در یولیسیس چی اتفاقاتی چجوری شده که این یولیسیس نوشته شده؟ ببینید در همین متنی که الان شما قبلیه، بله شما نگاه کنید حواشی که اینجا نوشته شده و خطوطی که خط خورده، اگر مثلا دوستان بتونن تماشا کنن دقیق‌تر متوجه میشن که یک بخش‌های کامل نوشته میشه، درست؟ بعد وقتی که نوشته شده، یعنی این به صورت اول نوشته شده به صورت خیلی پرسرعت، بعد پشت‌بندش خودش به این نتیجه رسیده که اینها باید یه قسمت‌هایش خط بخوره، یه قسمت‌هایش حذف بشه، یه قسمت‌هایش جابجا بشه. هر جایی که در متن ارجاع داده به بیرون، یعنی بیرون از متن وجود داره، یا حتی ما میتونیم طبق این مطالعات ژنتیکی بررسی کنیم خطی که خودش نوشته، یعنی اول نوشته شده به صورت خیلی رفتار خیلی میشه گفت که پر استرس، کلماتی که با اون خودکار یا با اون قلم به صورت جوهری که نوشته شده، درست؟ این مطالعات داره اینجوری هم بررسی میکنه، یعنی بیاد اون گونه شناسی خطی این طرف نشون بده که نویسنده مثل جیم جویس رو چقدر هیجان و خلجان‌های روحی داشته تا همون زمان که داشته اینو مینوشته. میتونیم ببینیم. بعد خطوط دیگه ای که اومده، دقت کنید تو همین تصویر یه سری خط‌های به اصطلاح جوهر فرض بگیریم سیاه هست، جوهر تغییر کرده، رفته جوهر شده رنگ آبی، بعد یه سری جاش حتی به قرمز هم میزنه و حتی جوهر رنگ‌های مختلف پاچیده شده. در حواشی رو دارم میگم، نگاه کنید بالاتر اگر اون موسو ببرید بله نشون بدید، ببینید اینجا خطا تغییر کرده. از همه مهمتر که اونجا روش نوشتن به صورت خیلی خطی بوده، خیلی خوب نوشته شده به صلاح خودمون، با یه روش خیلی میشه گفت که همزمانی بوده، اما اون حواشی که نوشته شده که به خود این متن ارتباط داره دقیقا آدرس هست، یعنی هر لحظه اومده بیرون از متن، خارج شده از متن، مثل کسی که داره یه چیزی رو مینویسه، یه لحظه تلفن زنگ خورده، بلند شده با یکی صحبت کرده تلفنی، برگشته اومده حالا دوباره شروع کرده متن رو بنوشتن. اون لحظه هایی که متن رو ول کرده و رفته بیرون و
یا مثلا میشه گفت که رفته دنبال اون نقشه اصلی راهش یا اون داده های اصلی که خودش به صورت مستند نوشته شده، پس نویس حالا توی یه دفترچه دیگه یا حالا جمع کرده، دارت معرفی داشته، کتابی داشته، اتفاقاتی که بوده. چون ما وقتی که وارد یولیسس میشیم با یک جهان بسیار رمزگذاری شده و عجیب غریب طرف هستیم، یعنی واقعا یک به قول دریدا یک ماشین زبان ذهنی و هیولاییه، یعنی وقتی میری داخلش اصلا نمیتونی جمعش کنی، تو ذهن یک آدم بس نمیتونه جمعش کنه. من به شخصه همیشه تو ایران میگم یولیسس رو گروهی بخونیم، یعنی چند نفر بشیم با هم بخونیم، هیچ کسی نمیتونه مدعی بشه که من یک نفره خوندم این رو، چون اصلا نمیتونه این داده ها رو بگیره، تو ذهن انسان جواب نمیده. و خود جیمز هم برای همین اصلا چه این کاری کرده، یعنی شاید بگم میخواد این کنش نوشتاری متن نشون بده به عنوان یک زبان چند وجهی، زبان متکثر. هر کدوم قسمت ها رو شما میبینید علامت خورده، خط خورده. حتی ببینید چقدر جالب، بعد از اینی که اینها رو نوشته آخر سر برداشته کلش رو خط زده. یعنی بریم تو چیز پاورپوینت بعدی متوجه میشید که همین یکی دیگه بعدی بعد متاسفانه مثل اینکه اینه نه این که مال تی اس الیوت بعدی. آره میبینی همینجا، مگر مثلا همینجا بله، شما دقت کنید یه دفعه خط زده، اصلا برداشت کل اون پاراگراف و پاراگراف اولی بالا رو کامل خط زده که یعنی نباشه، درست؟ حالا جالبه الان نسخه چاپ شده ای که الان هستش، شما میرید بررسی میکنید هیچ کدوم از اینا نیست درش. اینها مراحل ویرایش شده های مختلف اون همون اثره ها، یعنی ما میبینیم هر جایی که اضافه شده به متن درست بوده درسته، اون جایی که خط خورده یعنی در حقیقت حذف شده، درست؟ اون قسمت هایی هم که اضافه شده، هر کدوم این گوشه ها رو نگاه کنی، هر قسمتی که از وسط رفته به اون ور به حاشیه رفته و نوشته شده و پوینت گرفته، در حقیقت پوینت داده به جای دیگه یا ارجاع داده، ریفرنس داده به جای دیگه، همه اینها دوباره در اون پایینا مینویسه خودش. یعنی ما اگه میتونستیم مثلا تو یه جای بزرگتر نشون بدیم یه مانیتور بزرگ و بیاریم بریم میگم با فرضاً چی میگم به اصطلاح با یک ضربین بخونیم، تازه متوجه میشیم که اینها هر کدوم دوباره در متن جاهای دیگه ای داره بررسی میشه. یعنی هر جایی که اینجا توی صفحه فرض بگیریم که مثلا در صفحه مثلا اینجا نوشته در صفحه مثلا 280 رمان یولیسس، اینجایی که این خط خورده مثلا اومده در مثلا صفحه 400 امش دوباره بارگذاری شده، ولی به نحو دیگه بارگذاری شده. میبینید چقدر مطالعات قشنگه، انگار کشف میکنی رفتی داخل، حالا دادو میخوای ببینی این چی، این چجوری داره شکل میگیره این رمان. ارجاعاتی که میده خیلی جالبه، ببین میگم آدرس ها، بعد از سالها اومدن روی مطالعات ژنتیکی بررسی کردن همین یولیسس رو، خیلی ها و بنیاد خود جیم جویس اومدن رفتن در ایلند و در همون محله گشتن که اون آدم ها رو پیدا کنن. حتی مثلا چی میگن بهش میگن چی، اون اجداد اون کسایی که الان هستن و نوه نتیجه هاشون هم رفتن پیدا کردن تو بنیاد جیم جویس، رفتم اینا رو پیدا کردن. بعد جالب بود که یه منطقه رو به صورت اونجایی که همیشه رفت آمد خود جیم جویس بوده، یعنی تو اون محله ها میرفته، تو اون کافه میشسته، توی اون قهوه خانه، توی اون رستوران، از این مسیر میرفته تو اون کوچه، از اون کوچه میرفته سر اون پل، اون پارک محلی، اون آدم، اون شخصیت. ببینید همه اینها، حتی آدرس رو میشه گفت که پلاک های ساختمون و اشخاصی که در این رمان بسیار مشهور جهان وجود دارن همه واقعیان. یعنی بعد از این مطالعات ژنتیکی متوجه شدن همه این آدما الان هستن، یعنی خونهشون همونجاست، همون ترکیبی که ایشون داره معرفی میکنه. بعد خیلی مهمتر اینه که الان نوه نتیجه هاشون هم هستن. ولی مثلا خیلی جالبه وقتی که میری اینجا بحث هایی که میبینی پولوفونی میشه و دیالوگ پردازی میشه و میشه گفت که
تریلوگ میشه، یعنی میشه چند دیالوگی میشه، چند زبانی میشه، هر کدوم با زبانهای خودشون حرف میزنن، میره در داخل این صحبت ها بافت زبان خانوادگی اونها رو، ژنتیکیشون رو میری بررسی میکنی، میبینی دقیقا همینه. یعنی درسته زبان ایرلندیه، ولی سنخ زبانشون، مورفولوژی زبانشون، لحن پردازیشون، ارائه حرفی که دارن میزنن با هم دیگه خانواده، از نظر ژنتیکی درست مطالعات ژنتیک حالا بیولوژیکی میگیم بررسی میکنن، اینها دارای یک بردار هستن، مثلا دددالوس فرزند یا آقای هالوم، اینها یک زبان صحبت میکنن، یک لحن، مثل من که خانواده خودم نسبت پدرم، نسبت برادرم، نسبت برادرها و خواهرها چجوری میایم کلمات رو با هم مصرف میکنیم. یعنی پس این یک میشه گفت فرهنگ اصطلاحی مادری در بین خودمون هست روی خانواده، درست؟ الیوتون چیز جیم جوس اومده توی این متن دقیقا همین کارو کرده، یعنی هر جایی که میبینیم اونجا دیالوگ میخواد پردازی بشه اونها رو کشیده بیرون و دو جاهای دیگه متنش چیکار کرده، متکثر پخش کرده. و ما میریم توی آدرس، مثلا میریم پلاک مثلا آقای فرض کنیم، حالا من اسم انگلیسی نبرم، مثلا آقای فرض، آقای ایکس، خونش اونجاست، منطقه اونجا مشخصه، خود رمان هم چه نسخه چاپیش چه نسخه دستخطش داره به ما ریفرنس میده به اونجا، ما میریم اونجا محیط رو میبینیم، آدم رو میشتاسیم، میریم نگاه میکنیم، میبینیم زنگ خونه رو میزنیم، میبینیم همین آدم دقیقا همین فامیلی رو داره و هنوز هم هست، درست؟ و یعنی حالا نوه هاش هستن منظور، مثلا عارف نوه هاش هستن. و جالبه باشون وقتی که صحبت میکنیم میبینیم اینا هنوز دارن از همین فرهنگ اصطلاحی زبانی صحبت میکنن که الیوت چیزه جیم جوس 80 سال پیش، 70 سال پیش، 60 سال پیش، حالا هر چقدر 100 سال پیش انجام داده بوده، درست؟ پس این مطالعه جدید میبینی چقدر فرهنگ موروثی خانوادگی هست. آفرین. و اینو میبره توی حالا مثلا متل ها، توی فولکلور یعنی ترانه های عامیانه، توی اسطوره ها، اسطوره های مختلف، میره تو آهنگ ها، نواها، مناسک، یعنی هر کدوم از این آدرس هایی که ما تو این حواشی داریم میبینیم و گاهی بعضیاش خط خورده، بعضیاش چی میگن جایگزین شده، حتی مثلا توی این متن میگه که این بخشی که الان خط زدم پایین توضیح مینویسه، خیلی توضیح ریزم نوشته، نوشته این مثلا این برای اینجا مناسب نیست، برود مثلا در فلان صفحه، درست؟ حالا تو صفحات بعدی نگاه کنید حتی آدرس صفحه هم میزنه که ما میرسیم به این بخش خیلی جالبه، میخواستم توضیح بدم در رابطه با این. بذارید نگاه کنم ببینم دقیقاً تو اینی که من خودم انتخاب کردم جویس. بله ببینید این قسمت یکی از قسمت‌های خیلی جالبه، پارت 9، پارت 9 تا 15. البته حالا من نمیدونم تو کتاب جدیدش چجوری، تو کتاب چه شدنش چجوریه، من اینو نمیدونم، اما این بخش مال دقیقاً اون قسمتیه که آره دیگه از 122 نوشته شده. شما نگاه میکنید خیلی چیز مهم، کلماتی مثل تی، اینجا بیایم رو زبان بحث میکنیم، بلوم یک کسیه که از ابتدا تون رمان یولیسس اول در کتاب دوبلینیا منتشر میشه، یه داستان کوتاهه، یه شخصیتی هست به نام دادالوس، یه پسر بچه خیلی چی میگم به اصطلاح خودمون پیش فعال، با ذهن بسیار درخشان، که همه چی براش مهمه، همه چی رو دقت میکنه، جزئی نگره، که میتونه بازتاب واقعی خود جیم جویس باشه. خیلی چیز جالبیه، یعنی ما وقتی که اومدیم ردیابی کردیم متوجه شدیم که از این خود شخصیت درونی خود این جیم جویس بوده که از داستان دابلینی ها و در کتاب دابلینی ها و بعد در تصویر هنرمند در جوانی جیم جویس، اونجا دادالوس میاد شخصیت پیدا میکنه، جوانتر میشه در حقیقت، با اون آرزوها، با اون کنکاشها، با اون اکتشافاتی که در بچگیش داشته، با اون چیزهایی که در ذهنش میامده، میگفته، میدیده، همه رو بازگو میکرده، خیلی جالبه و چقدر جزئی نگر بوده به اطراف خودش. همین آدم میاد در رمان یولیسس، رمان یولیسس جیم جویس، خودش یک جوان میشه، جوانی میشه که علاقه به نوشتن پیدا میکنه.
جوونی میشه که تو روزنامه، تو صفحات روزنامه و برای روزنامه‌های محلی و حالا این اون اخبار جمع میکنه، میره چی میگن به اصطلاح روزنامه فروشی میکنه، حتی به نوعی اخبار جمع میکنه، اخبار محلی منتشر میکنه، میره تو هیئت تحریریه حتی یه روزنامه و برای خودش میشه یک روزنامه نگار، درست؟ و با اون علاقه شدیدی هم که داشته و اتفاقات دیگه، یک جوون عاشقیتی که داشته، احساسات خیلی قشنگی که داشته، اتفاقاتی که براش میافتاده، با آدمهایی که روبرو میشده و عملا میفته در یک جریان نوشتاری. این خیلی مهمه، یک جریان نوشتاری. ببینید در پارت یکی از این پارتایی که ما در جویس داریم که هنوز فکر نکنم در ایران منتشر شده باشه، ترجمه شده ولی هنوز منتشر نشد، یعنی رمان یولیسس جیم جویس، فقط فکر کنم پارت یک و پارت دوش توسط خانم دکتر اکرم بدرامنیا جدیدن منتشر شد که جفتش هم تو افغانستان منتشر شد و به صورت پی دی اف منتشر شده، برای من هم ایشون فرستادن، لطف کردن، منو چه بدیعی ایشون ترجمه کرده که هنوز به نظر من نرسیده به انتهاش، هنوز کامل نکرده. بعد یکی دو نفرم که حالت بازاری دادن بیرون، یعنی تو این یکی دو تا پارت اولیش هم که به نظرم بازاری دادن بیرون و اصلا ارزش ادبی نداره، یعنی به نظر من بیشتر جیم جویس رو تقلیل دادن از جایگاهش، خرابش کردن در ایران تا اینی که بخوام مثل کسی مثل خانم پدرامنیا یا استاد منوچهر بدیعی بخوام اینقدر تأمل کنن توش. خیلی مهمه اینقدر تأمل. من خانم پدرامنیا حتی میدونم که در جزء بنیاد خود جیم جویس هست در کانادا فکر کنم ایشون، و رفته و رفت آمد کرده حتی با نوه جویس. خیلی جالب بود که تو بنیاد جویس رفته بود و با نوه خود جیم جویس و اون محیط و خونه خودش هم حتی عکس انداخته بود برای ما فرستاده بود و ما داشتیم میدیدیم که چقدر جالبه که این مطالعات رو خودشون دارن اونجا انجام میدن روی همین کار. این پارت پارتیه که آقای بلوم یا همون پسری که اول توی اون رمانای قدیم یا داستانهای خیلی قبل‌تر مال 30 سال قبل یا 20 سال قبل‌تر از اینی که جیم جویس بشه جیم جویس، درست، اون تبدیل شده به یه آقای بلوم یا پسر جوان و کار روزنامه‌نگاری میکنه. قبلش یه سری آشفتگی داریم ما در این، در همین صفحات قبلی که شما میبینید، ادامهش در همین مد، یعنی اون قبلیایی که می‌بینید، اون آشفتگی ذهنی و نوشتاری که داره درش اتفاق می‌افته و یه دستگاه هیولایی وحشتناکه، درست، میاد در این صفحه و این پارت که شروع میشه، این بغلش هم زده، این بالا نشون بدید، این بالای بالا اول تصویر نشون بدید، این بالا نمیتونه، بله بله، آره آره، سمت چپ بله، این بالای صفحه شما نگاه کنید دقیقا زده که مال کدوم فصله و چیه. در اینجا آقای بلوم از پس اون خلجالهای روحی که داره در متن‌های قدیم جیم جویس از ذهن اون داره به اصطلاح خودمون جریان سیال ذهن میکنه، یه دفعه کجا میشه؟ وارد به اصطلاح خودمون جایی میشه به نام چاپخونه، یعنی از پارت 9 میره تا پارت فکر کنم 15. ما متوجه میشیم که تمام این متن داره تولید صدا میکنه، وارد چاپخونه شده داره مینویسه، اما صدا، کلماتی که انتخاب شدن دارن صدا ایجاد میکنن، تا تو تا تو، یعنی تا 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 چ چ چ، مثلا داره اینجوری صدا میکنه، صدای انعکاسی یا تنین انداز جلوه های بصری برای محیطه که ایشون وارد چاپخونه شده و صدای دستگاه های چاپ اون زمان تق 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 داره میزنه. دقت بکنید تو همین سطح، تو همین که همین قسمت دیگه کنید، این جریان به قدری روی کلمه تی، یعنی فرض کن تی، و چسبوندگی این کلمه روی کلمات دیگه چجوری این جلوه های بصری رو داره ایجاد کنه، یک بحث بسیار جالب موسیقیاییه، ریتمی که انتخاب کرده در این مسیر. حالا صفحه بعدی هم میریم دقیقا میبینیم که ادامه همین صفحه است. بعد از اون وارد میشیم توی یه متن دیگه. آها همین، شما نگاه کنید نوع نوشتاری که حتی نوشته شده از اون بالا خطهایی که خورده، ببینید به جایی رسیده که دیگه کلمات
جوابگو نبودن که بشینه، یعنی فرصت اینی که فرض بگیریم بشینه و اینها رو کلمه به کلمه بنویسه برای جمجوش به وجود نمیاد. چرا؟ چون داره سیالیت ذهن ناخودآگاه اون رو، جلوه‌های بصری صداهای اطراف رو داره میکشه. به خاطر این میبینید که در مثلا سطر اول برداشته یه دونه مثلا سی گذاشته، سی ای گذاشته، درست، و بقیه رو دیگه خط کشیده. خیلی جالبه ها، یعنی ببین چقدر سرعت نوشتار بالا بوده که مینویسه خط میکشه. یعنی دیگه ما اصلا نمیدونیم که این خط، این اصلا چی میخواسته بگه. بعد به خاطر همینم که برای این که به خودش متوجه بشه که دفعه دیگه که میخواد به ویرایشش بکنه چیه داستان، که آقا من سی نوشتم ولی یه خط زدم، خب کدوم نویسنده میتونه ذهن خودشو اینجوری آماده کنه که این اتفاق داره میفته؟ یا یه سری جاهای دیگه شما نگاه کنید، سطر سوم، درسته، ال من متاسفانه فوتوکپی کردم نمیتونم بخونم، آره اینجا هم دقیقا همین کارو کرد. یعنی تو سطر سوم هم میبینیم یک خط بسیار وسیع کشیده و دوباره بعدش برداشته، بعد از این داستان دوباره اومده سراغ متن اصلی خودش و سه تا کلمه به جای اون خطه گذاشته. نیومده اول مثل اون قبلی ها که دیدی خط میزده، همه رو همزمان خط میزده یک کلمه دیگه میذاشته، این دفعه نه، این دفعه برم داره خط میکشه و دوباره به این نتیجه میرسه که خب حالا متن رو نوشته و دوباره از وسط متن برمیگرده به جای اول. سه تا کلمه کلیدی بوده براش. آره دیگه، بله، که میتونسته تو این متن چیکار کنه، برابری کنه. آره، حالا میبینیم تو سطرهای بعدی هم خیلی جالبه، اون خطای بالایی رو شما نگاه کنید با خطای پایینی، یعنی مثلا پاراگراف اول رو نگاه کنیم، پاراگراف دوم رو نگاه کنیم، ببینید اون پاراگراف بالاییه در حقیقت چی بوده؟ اونها متن اصلی بوده. یعنی تا الان همه فکر میکردن که اون متن حاشیه است، در صورتی که نه، متن اصلی اون بوده، پایینیه حاشیه است، پایینیه توضیحی برای اون بالایی است. یعنی هر کدومی که میری بررسی میکنین دقیقا داره به شما پوینت میده، میگه اونجایی که من خط زدم برای چی بود، چرا این کلمه رو گذاشتم، و همه رو داره توضیح میده. این چه ربطی داره به اون پلاک؟ این برای اون خانم آقای فلانیه، این آقای فلانی داشت یه چیزی اینجوری میگفت. مثلا شما میری میبینی این متن اینه اونه. حالا اینا از کجا داره نشأت میگیره؟ دقیقا از جایی که توی پارت توی تصویر قبلی ما میبینیم چی، آقای بلوم وارد چاپخونه شده و صداهای این دستگاه های چاپ اجازه، آره آفرین، اجازه اینو نمیده که این قطع و وصل ها انجام بشه. حالا توی این متن و حواشی که نوشته شده داره توضیح میده که من این متن رو بعداً میخوام بیارم و داخل این متنی که الان شما میبینید وارد کنم. یعنی حتی این متنی که الان همه ما داریم میبینیم که خیلی شسته رفته خوشگلم نوشته شده، درست، این در حقیقت میخواد با این متن ترکیب بشه تو هم دیگه. خب این نشون میده که یک نویسنده چجوری داره طرح نقشه‌ها رو قبلیش آماده میکنه در متالجن دیگه، و ما این پس نوشته ها، این حواشی، ارتباطات و ارجاعاتش به کی، به کجا ربط داره. ببینید این قسمت مثلا تو پارت فرزن 9 داره اتفاق میفته، ما تو پارت 15 هم، یعنی توی صفحات 15 هم یا پارت 15 هم، قسمت 15 هم هم دقیقا میبینیم که اینها دوباره اونجا متجلی شده، یعنی رفته تو هم دیگه. ببینید تو خط بعدی، تو پاورپوینت بعدی رو نشون بدید. حالا ببینید دوباره آن قبلی آره همون متنه، اینجا اومد دوباره باز بارگذاری شد، درست. خب ببینید ما داریم با یک چیز عجیب غریبی داریم مکاشفه میکنیم دیگه، داریم تازه وارد میشیم که این مد چرا این اینجوری خط زد، این حاشیه ها رو نوشت، اینو اینجوری کرد، اون آدرس رو داد، این شخصیت رو آورد، درست. اینها چون ما ها عادت کردیم دیگه، یعنی دستگاه ماشین چاپی و کتاب شدن، کتابت کردن و کتاب تحویل ما دادن، ما فکر کنیم همش همینه، در صورتی که نمیدونیم که این 13 سال داشته اینو ویرایش میکرده و هر بار در ویرایش یه چیز دیگه اضافه میکرده. حالا این مطالعات به ما چی میخواد بفهمونه؟ میخواییم یه چیز خیلی جالبی از این متن بکشیم بیرون، اینی که امروزه وقتی کسی میاد در رابطه با، آره اینم مثلا همین قبلیه رو ببینید، این یکی از
داستان‌های خیلی جالبه. یکی از رمان نویسایی به نام لوئیس آلتوسر خیلی جالبه، ایشون یه دونه داستان می‌نویسه، همزمان که داره یه داستان می‌نویسه چون داستان جنایی نویسه، حتما که داره داستان می‌نویسه اسم داستان رو یه چیز دیگه انتخاب کرده بود، مثلا قاتل‌های فلان، درست؟ بعد اتفاقی که همزمان با اینی که داشته این رمان رو مینوشته، یه قتلی عین همین داستانی که این داشته مینوشته توی همون منطقه که این زندگی میکرده این اتفاق میفته، درست؟ تصمیم میگیره که اسم داستان رو که قبلا گذاشته بوده، شما نگاه کنید اسم اون داستان رو قبلیه رو خط میزنه، یه دونه داستان دیگه میزنه، یعنی اسم داستان رو یه چیز دیگه میزنه. دوباره بعد از چند وقت دیگه میبینه بازتاب بعدی پیدا میکنه، چون میبینه اخبارا رو میخونه، مینا اصلا یک چلم به اصطلاح یک آشوبی در اون منطقه پیش میگیره و میزنه. آره، و خیلی اتفاقات دیگه ای داره، برای جوان ها ترسیدن، دخترها ترسیدن، چون یه حالت اصلا تجاوز دخترانه میشه به یه دختری و بعد خیلی هم وحشتناک کشته میشه و تیکه تیکه میشه اونجا، حالا توی یه قسمتش رو تو برکه پیدا میکنه، تو مرداب پیدا میکنه، یه قسمتش رو تو آشغالی پیدا میکنه، یه قسمتش رو گرگا و سگا میخورن. اینی که خیلی وحشت آنچنانی درست میشه، ایشون دو بار چیکار میکنه؟ اسم داستانش رو عوض میکنه. هر دوباری که داستان داره عوض میشه، عنوان داستان داره عوض میشه، دقیقاً به اون محیط خودش و اتفاقات و اون بازخوردها و رویدادهایی که داره در اونجا اتفاق میفته، توی این اسم نوشتنش هم تاثیر میذاره. ما با مطالعه مثلا جمله پایینی، عنوان پایینی یا عنوان پایینتر، اولین عنوان، بعد عنوان دوم و عنوان سوم، متوجه یه چیزی میشین در مطالعات ژنتیک. یعنی اون چیزی که امروز باکست شده و به صورت کتاب ما از این رمان میخونیم و بر اساس اونم فیلم هم ساخته شده، الان حتی بر اساس رمان فیلم ساخته شده، ما متوجه میشیم که کجاهاش رو خود نویسنده بنابر اون ضروریات و بر اون اتفاقاتی که در حواشی اونجا افتاده، درست، و تأثیرات میتونی گفت باستاب‌های اجتماعیش رو میتونیم بررسی کنیم. چقدر لحاظ کرده سانسور رو در خودش، چقدر اونجا جنبه‌های اخلاقی رو در نظر گرفته. به خاطر همین یه دونه ها، یعنی همین یه دونه سرد، یه عنوان ما رو میتونه پرت کنه تو یک قسمت خاصی. بریم مطالعه کنیم، بریم این سنخیت‌هاش رو در بیاریم، بریم ببینیم بردار زمانی چی بود، چه اتفاقاتی افتاد. پس ببینید مطالعات ژنتیکی بحث تحلیلی سنجشیه، بحث فقط این نیست که ما بشینیم اینجا و یک به اصطلاح خودمون به شکل این نگاه کنیم که یک مطالعه یک اثر رو، کتاب رو بخونیم مثل نقد ساختارگرایی و چیزهایی فرض کنیم که چیزهایی که درش اتفاق نیفتاده یا مثلا نقص داره، اونها رو با نقد ساختاری و نقصاشو بگیریم یا نشان بدیم که این نقصای ساختاری رو داره. نه، ما میگیم مثلا بحث نقص بودن نیست، اصلا این اثر قبل از اینی که کتاب بشه که نقد ساختاری و پس از ساختارگرایی بشینن براش انبوهی نظریه بپردازن و بحث ها و جدل های بی خودی را بندازن، قبلش اصلا اینجوری نوشته شده بوده، اصلا احتیاجی نداره شما بخوایید نقد ساختاریش کنی. چی رو بخوایید ساختاری نکنید؟ بده خود نویسنده از پس زمینه هاش و پس نویستاش و اطلاعاتی که داده هایی که این اثر رو خلق کرده داره به شما آدرس میده. شما دنبال چی هستید؟ اونجا میخوای بری ذهن، میخوای بری متن اصلی رو بخونیم؟ ما شما رو برمیگردونیم به جایی که اصلا این متن شکل گرفته. ببینید چقدر تفاوت هست نقد ساختاری و نقد انتقادی جدید و با این تفکرات جدیدی که به صورت سیستماتیک میتونی بری و مستند، چون اونجا به صورت قطعی میخوای چیز کنی، چی میگن، به صورت قطعی نمیتونی در رابطه با یک متن نقد ساختاری، پس از ساختارگرایی، نقدهای مارکسیستی و نقدهای مختلفی که در جنبه‌های انتقادی وجود داره، شما به هیچ قطعیتی نمیتونی برسی. خیلی جالبه. اما روش مطالعات ژنتیکی میتونه یک روش تحلیلی، سنجشی، علمی و میشه گفت تا حدی، من اینو به ظرف قاطع میتونم بگم، روش کاربردی به شما نشون بده که به یه قطعیتی برسه این من. خیلی مهمه. یعنی اینجا دیگه شما با عناصری که داری و روشی که داری میتونی با خود اثر همخوانی کنی و شروع کنی به جلو بردنش. این در واقع شما کسانی که پژوهش میکنن به دی ان ای نوشتاری اون فرد میرسن.
آفرین، دقیقاً. اصلا روشش هم همینه خانم بنی هاشمی. ببخشید. توی روشش، حالا ما حالا تو پارت بعدی انشالله زرد خواستیم بکنیم، روش به اصطلاح کاربردیش و تحلیل سنجشیش هم نشون میدیم. فرسبندیش چجوریه، برنامه‌ریزی کردن براش چجوریه، و از همه مهمتر ما باید علامت گذاری کنیم، مثلا بدونیم کجا حذف شده. اینها وقتی که شما میایید اون برداره، میگم چون اینها همه داده میشه، خیلی جالبه که قبلش به صورت دستی گروهی انجام میدیم، یکی مثلا مسئولیت حذف ها رو به عهده میگیره، یکی مسئولیت فرست ها رو، یکی مسئولیت مصاحبه ها و گفته ها رو، یه سری پانوشت ها رو، یه سری ارجاعات رو، هر کی یه گروه میشیم، هر کدوم هم یه بخش از این متن رو میبریم و متن ها رو میگیریم و شروع میکنیم روش فعالیت کردن. یعنی مثلا من قسمت حذف ها رو، شما قسمت خط خوردگی ها رو، اون یکی قسمت جایگزین کردن ها رو، مثلا این کلمه باید این جای حضوره، یکی دنبال ارجاعات خود متنه، این کلمه رفته کجا، مثل همین جم جز، این قسمت به مارسل پروست، این قسمت ترانه از کجا اومد، چرا اومد این قسمت، چرا خط خورد دوباره رفت قسمت مثلا صدام کتاب، یا در رفت تو اون یکی مجموعه کتاب، یا حتی ما میتونیم این بردار رو ببریم هم که گفتم در جم جز از رمان داستان‌های کوتاه دوبلینی ها شروع کنیم، بریم تو بیداری فنگانش، و از این بیداری فنگان، یعنی ببینید سه تا مجموعه مختلف، چهار تا رمان مختلف با ابعاد مختلف، از اون حالات اولی که در ذهنش فکر گرفته و حالا در بهترین رمان‌های دنیا رو ساخته، از این متون، حالا به غیر از این که ما توی متون یک نویسنده میتونیم بریم تو این کارا بکنیم، از داخل همین متون میتونیم بریم در متون دیگران. خیلی جالبه، یعنی میریم کل بردار اسطوره‌ای و فلسفی و اون چیزهای مختلف و اندیشگی بقیه آدم هایی هم که در این اطراف و در اون زمان شکل این اثر کار نوشتن و حتی بعد از اون، یعنی در حال حاضر دارن می نویسن، ما میتونیم رد این کتاب ها رو و این نوشته ها رو در متن های دیگران هم بری بررسی کنیم، ببینید چقدر مطالعات وسیع میشه، چقدر دانش وسیعه اونجا میاد، چه شکل بردار میده. مثلا دقیقاً همین چیزی که شما گفتید، مثل دی ان ای انسان چجوری اینا خط میخوره، ما حالت این پیچش های مختلف چی میگن به اصطلاح مثل تناب، درست مثل این طبقه بندی شدن به اصطلاح مختلف این دی ان ها زبونم گرفت، اینها رو، این رابطه سلولی، رابطه ایزوتوپیک سلولی اونها و اتمیک آنها رو ما توی اینجا توی این روش شروع میکنیم علامت گذاری کردن. خیلی جالب میشه. بعد نردهی که یا این پیچشی که ایجاد میشه در این، میتونه ما رو، حالا اونو درست میکنن در دستگاه و نرم افزارهای جدید، میدن به خود دستگاه، دستگاه قبلش حافظش اینجوری تداعی شده، بررسی شده درش، که ما این داده ها رو به شما میدیم، به کامپیوتر میدن، کامپیوتر اون اول کامپیوتری که درست کردن هوشمنده میفرستن در اون حالا شروع میکنه اینها رو آنالیز کردن. به غیر از اینکه ما خودمونم آنالیز میکنیم، حالا هوش مصنوعی هم شروع میکنه آنالیز کردنش. وقتی که شروع میکنن چند تا دستگاه اینو آنالیز کردن، اون شکل به قول شما دی ان ای رو کاملا ترسیم میکنن، یعنی نمودارش رو ترسیم میکنن که این چقدر رابطش قشنگه با متون خودش و متون دیگر. حالا این پاورپوینت بعدی، این پاورپوینت اگر سوالی هست بفرمایید من توضیح بدم. والا یکی دو تا سوال تا الان به دست من رسیده. یکی از این سوال‌ها این هست که مطالعات و جنبش انتقادی ژنتیک متنی چیست و چه موضوعاتی رو در رویکرد انتقادی تحلیلی دنبال می‌کند؟ بله، اینی که من خودم صحبتام کردم که تمام این صحبت‌ها بود. بله. بعد بعدیش این هستش که این مطالعات توسط شما در چند مقاله منتشر شده و در چند سخنرانی مطرح شده. بله بله. من این مقاله، یک مقاله که حدوداً 4-5 سال پیش من اینو نوشتم، مقالهشو، و منابع من همه منابع فرانسه هست و چند تا منابع انگلیسی و آمریکایی هم پیدا کردم در آمریکا و در انگلیس، اونها رو سعی کردم توی یه مقاله 50 صفحه‌ایه که حدوداً 30-35 صفحه‌اش رو در مجله کاغذی نورهان در ایران منتشر کردم، همین چند ماه پیش منتشر شد، به صورت کاغذی منتشر شد. به غیر از اونم تو یکی از سایت ها منتشر شده که سایت جنزار هست،
که براتون آدرسشو فرستادم و چند تا سخنرانی هم داشتم که یکی از سخنرانی که حالا میگم علمی تره همین جوایز فارسی که الان داریم با پاورپوینت انجام میدیم، چون در ایران نمیتونستیم این رو با اینستاگرام نشون بدیم چون این چیزو نداشت، ولی چون جوایز فارسی میتونست پاورپوینت ها رو نشون بده که ما خیلی راحت تر اینها رو توضیح بدیم. بله. ادامهش هم هست که البته خود شما یه قدری توضیح دادید که رویکرد نوین در مطالعات متون و رابطه ژنتیکی و علوم شناختیش رو شما معرفی کردید که اینو گفتم توضیح دادید. بله. در مدل فرانسوی است. اما این بار در شعبی دیگر نیست. این مطالعات علمی و روشمند با شتاب در حال گسترش است. لطفاً توضیح دهید از تاریخچه‌اش. بله. من خب تاریخچه مختصری گفتم که مثلا از قرن هفتم بوده، هفتم میلادی، ولی در فرانسه میگم با فرانسیس فونگ، پل والاری و گوستاف فلوبر شروع شده. قبل‌تر از اینها هم حتی ویکتور هوگو کارها رو به نوعی ارائه داده بوده. و شاید بگم بهترین هاش رو اگر بخوایم بررسی کنیم، همین روش هایی که خود فلوبر یا امیل زولا اینها همه منتشر کردن در واقع کمکی کردن به اینی که مطالعات گسترده بشه. خیلی مهمه. یکی از مثلا روش های تاریخش این بود که بین پروتستان ها، یعنی یه قبیله‌ای بودن توی حالا توی خود فرانسه و خواستن از فرانسوی ها خواستن که مطالعات انجام بدن. ببینید جنگی مثلا چجوری میگم بین چند تا از نظر حالا مذهبی فرقه، آره آره، بین پروتستان ها و ارتودکس ها، نه یارکین ها، دقیقا من پیدا کنم، بین اینها یه جنگی بود که جنگ که میشه گفت که به خاطر اون هیته‌ای که اینا سرزمینی که اینا زندگی میکردن و در اختیارشون بود، به خاطر یه سری اسنادی که اینها حتی قابل خوندن نبوده، درست؟ و نوشتارهایی که اینا نمیتونست ازش سر در بیارن، یعنی چون مال خیلی سالهای قبل بوده، مثلا متون مال زمان شما تصور کنید مثلا 700 سال قبل بوده یا 1000 سال قبل بوده. اینا همیشه سر این سرزمین این دوتا چیزهای مذهبی با هم درگیری داشتن، درگیری ها، یعنی تا حدی که میکشتن هم دیگر رو. مثل همین ایران خودمون دیگه، مثلا توی جنوب ایران هنوز همین جنگ‌های قبیله‌ای هست. سر چی؟ سر مثلا یه دونه حق آب میبینیم میزنن تو سر کله هم دیگه و همدیگه رو میکشن و خون بس دارن، نمیدونم یه سری چیزهای خاص دارن برای خودشون که حالا برای خودشون اهمیت داره، ولی این جنگ‌های بین قبیله‌ای و درون قبیله‌ای همچنان بوده بین اینهایی که مثلا خودشون رو پروتستان میدونستن، اونایی که خودشون رو فکر کنم اوجین ها هستن، آیجین ها یا آیجین هون، آیجین ها، اینها کسایی بودن که با هم درگیر بودن، اومدن بعد از این همه سال که اختلافات آنچنانی و هر سال هم با هم درگیر میشدن سر این موضوعات و سر از این سرزمین و حالا اتفاقاتی که در اون اکولوژیشون بود، بالاخره بزرگان اونجا، نمایندگان اونجا از مطالعات ژنتیکی خواستن، از همین آقای که من اول معرفی کردم، گروه آقای هاینس و تیم تحقیقاتی هاینس در فرانسه خواستن که آقا بیان این متون رو، متون دست نویس و دست خط ها رو، رو پوست ها، رو حالا هر چی که بود آوردن تحویل اینا دادن، گفتن آقا بیان به این جنگ تمام بدید. سال ها بود، هزار سال بود که اینا با هم درگیر بودن. ببینید فقط همین مطالعات ژنتیک تونست اینا رو نجات بده و الان در صلح و آرامش هم هستن. چرا که توی اون دست خط ها و دست نوشته ها اینها دقیقاً متوجه شده بودن که تو چندین دوره‌های مختلف اینا بین خودشون تقسیم می‌کردن، در بخشی از فلان قسمت سال اینا میومدن این کارا رو می‌کردن. یعنی مثلا اگر این منطقه از این سرزمین آب نداشت، اینها چون این سرزمین آب نداشت، من می‌دونستن که با هم در ارتباط هستن، یک بخشی از سال رو با هم توافق می‌کردن که این قسمت آب بیاد در اینجا، یا مثلا این کانال زده بشه یا اینجوری. تا قبل از اینی که این مطالعات رو بدونن چیه این نسخه‌ها، اینا همش با هم درگیر بودن سر همین موضوع، جنگ داشتن. مثل اتفاقی که امروز مثلا در اصفهان داره میفته و با یزد و حالا با شهرهای اطراف. اینها اگر بیان برن مثلا اون حقابی که مثلا تو زمان شیخ بهاءالدین نوشته شده، درست؟ شیخ بهایی، ببخشید بهاءالدین میگم، در زمان شیخ بهایی، حتی قبل‌تر از شیخ بهایی، در موقع حق آب اصفهان و اینها نوشته شده، اگر اون نسخه ها رو بتونن بیارن و تحویل بدن،
ما رو مطالعاتی که میتونیم انجام بدیم میتونیم تکلیف این داستان رو اصلا کلا مشخص کنیم. بله. یعنی حداقل بگیم که آقا حقابه زاینده رود مثلا یا اصفهان از این بخش از این سد یا از این مقدار آبی که اینجا بوده طبق این اسناد تاریخی و این مطالعاتی و حواشی که داره میتونیم بریم بررسی کنیم که مال چه تاریخی بوده. اینجا دیگه چی؟ یک داستان دیگه پیش میاد. ببینید خیلی جالبه ها، یعنی اونهایی که اطلاعات ندارن و اونهایی که نیستن نمیدونن که با این مطالعات ما میتونیم خیلی چیزا رو متوجه کنیم. بله. خیلی از حقها که ضایع شده، خیلی از حقوق. حالا این بحث مثلا اسناد مثلا ملکیه فرض بگیریم. بله. یا اسناد یک سرزمینه. پس ببینید مطالعات ژنتیک فقط مطالعات ژنتیک متنی منظور که ادبی نیست، یعنی تو لوایح، تو اسناد، تو مقررات، توی قوانین، توی متون فلسفی، تو متون دینی خیلی مهمه ها. شما رو هر کدوم از اونها بخوای بری نسخه ها رو اگه بتونی و پیش نویس ها و پس نویس ها رو بخوای به دست بیاری میتونی این فرایند مطالعاتی رو روش انجام بدی. خب جناب جهانی برگردیم به این پاورپوینت. آره رو پاورپوینت ببین این قسمت از پارت دوم ویسلند TSL بود. من این رو ترجمه کردم. ببینید تو پارت دوم، آره پارت دوم ویسلند، دقیقا تو پارت دوم این کار تایپ شده، یعنی در زمان خود TSL اینا رو تایپ می‌کرده چون اون زمان دستگاه تایپ بوده. بله. درست؟ وقت شده دیگه. بله. آره اینها رو تایپ می‌کرده، اما بعد به صورت تایپی کی میاد نظر میده؟ ازرا پوند میاد انجام میده و همزمان با اینه که ازرا... آره به صورت دستی. ببینید کار نوشته شده پارت دومه، یکی از جسورانه ترین قسمت ویسلند TSL سرزمین ویران. اما چی؟ اما با حواشی که نوشته شده از طریق چیز ازرا پوند و خودش هم حتی نظارت کرده و جالبه که خطای مختلفی هم که ما میبینیم حتی زن خود TSL هم چی یه جایش پاراف کرده. خیلی جالبه، شما متوجه میشید که یک مد چجوری این همین مد ویسلند که از قطعات مختلف و بخشهای مختلف یک شعر نوشته شده و طی یه دوره پروسه مثلا چند ساله چند ماهه اومده چجوری توسط ازرا پوند اینا شروع شده به ویرایش کردن، کجاها خط خورده، کجاها کلمات جابجا شده یعنی تغییر کرده، اتفاقاتی که ما امروزه مثلا میریم بررسی میکنیم میگیم TSL نرم زبان انگلیسی رو به هم زده، اینجا دیالوگ آورده، اینجا پولوفونی کرده، درست؟ اینجا پرش داشته، جام کاپ کرده، به اصطلاح کات کرده، یعنی یه قسمت رو بریده، روش خطی رو به هم زده و غیر خطیش کرده، درست؟ در این شعر ما کاملا با این حرکتی که انجام داده مشخصه. از همه مهمتر آدرس ها باز میبینیم با این همون پروسه جیم جویس، این پروسه جیم جویس دقیقا توی ویسلند داره پیاده میشه. میدونیم که تأثیر داشتن، TSL خیلی متأثر از جیم جویس بوده و اصلا خیلی نویسنده های دیگه. این یک روش شعریه که دقیقا به اساس همون روش جیم جویس انجام شده و ما میتونیم پیگیری کنیم. ببینید توی یکی از این خطوط شما دقت کرده باشید اونجایی که دورش خط میخوره، درست؟ اونجایی که دور اون کلمات خط میخوره، درست کلماتی هستن که برجسته تر میشن و براش توضیح پایین داده میشه، درست؟ اون قسمت هایی که خط خوردگی داره میاد کنار نوشته میشه و باز یک کلمه دیگه جایگزینش میشه، درست؟ یا یک ترکیب تازه تری از اون شکل میگیره. خیلی مهمه در شعر، شما میدونید که هر کلمه جای خودش رو باید داشته باشه در شعر، ولی اینه که یک شاعری مثل در سطح TSL که نوبل گرفته و شاعر خیلی بزرگی هست چجوری میشه که بابت هر کلماتی که اینجا در این متن نوشته شده خط خورده و اومده جایگزین ترکیب رو به هم زده، یک ترکیب جدید ساخته. حتی تو جاهایی ما میبینیم که سه تا ترکیب رو کنار هم دیگه ببینید، در مثلا بکنم مثلا اون وسط رو شما نگاه کنید، یه خط جالب این وسط خورده و این بغل فلش خورده، چجوری گفته که این بخش بعد با اون بخش عوض شه، سه تا ترکیب اضافه بیاد در اون متن. چرا؟ چون میخواسته ریتم یامبیک یا اون ریتم وزن آزاد به اصطلاح خودمون شعر آمریکایی رو
شعر انگلیسی رو میخواد به هم بزنه. خیلی جالبه، چون ترکیبش اینجوری، ریتمش آزاده، یه جا قافیه میگیره، یه جا ریتم و وزن میگیره، یه جا از ریتم خارج میشه. درست؟ خب برای اینکه این کار انجام بده باید چیکار میکرده؟ باید میامده دخالت میکرده این ریتم رو به هم بزنه. کی میاد کمک میکنه بهش؟ اذرافون میاد کمک میکنه. از اون ور خودش هم میاد روی کاری که اذرافون انجام داده، خودش هم میاد این بغل یه سری تصحیح می‌نویسه. یعنی پایین ما متوجه میشیم یک سری اونجایی که با خط خیلی پررنگ نوشته شده، خط خورده، کار اذرافونده. اون قسمت‌های پایین پایین که هر قسمت می‌بینی خط زده اومد، آره دقیقاً همینجا، اونا خطای خود تی اس الیوت. یعنی به جای اون ترکیبات این ترکیبات رو میذاره اینجا، دوباره ترکیب رو عوض میکنه، سطح جمله رو یه جای دیگه میکنه. اگر مثلا یه جمله اونجا فرضاً بگیریم که خبریه، اینجا تبدیلش میکنه مثلا به یه مثلا به جمله، فرض بگیریم که جمله آره معمولی، یا مثلا گزارشیه، اونجا تغییرش میده مثلا یه جور دیگه میکنه. مثلا جمله خیلی معین ساده ای هست، جمله رو تبدیلش کرده چی؟ با جابجا کردن تبدیلش کرده مثلا به جمله سوالی پرسشی. درست؟ خیلی مهمه اینا. خب اینم یکی از اون متنایی که میگم تی اس الیوت، و ما از نشون دادن اینها فقط میخوایم بگیم که اینجوری تصور نکنن که یک متن فلوداه نوشته شده و کاری با متون دیگه نش. آره خب من فکر کنم دیگه خسته شدید. بله راجع به متون نیمایوشی چند در مورد نیما، در مورد نیما یه موضوع خیلی مهمی که برای من اتفاق افتاد چند وقت پیش به صورت اتفاقی بررسی کردم این بود که دنبال نسخه خطی نیما بودم، با توضیحاتی که حالا سیروس تاپاز نوشته بود که خیلی بد خط بوده، خیلی بد می نوشته، ما خیلی سخت دونستیم کتابشو جمع جور کنیم و اینها. اما رعایت نشدن اون نسخه های چاپیشه خیلی مهمه. شما تو نسخه های چاپی که از نیما منتشر میشه، همین شعر رو، همین اجاق سرد که خیلی مهمه، یکی از شعرهای خیلی خوبه نیما هست. نیما هست در نسخه خطی این رعایت نشده. یعنی اولا که فاصله گذاری رعایت نشده، یعنی همش یه جا منتشر شده به صورت کامل عمودی. بعد از همه مهمتر این که یه سری جابجایی ها، کلمات خط خورده، حتی ترکیب بندی، حتی نوشتاری خیلی مهمه. مثلا نمونهش میگه اجاق سرد، درست یه خط کامل چند تا خط زده این بالا، مانده از شبهای دورا دور، مانده از شبهای دورا دور. ببینید فاصله ای که از مانده تا از شبهای دورا دور، اون کلمه دورا دور و اینجا از شبهای، بعد بر مسیر خاموش جنگل. تو خیلی از نسخه هایی که چاپی شده به نام خاموشه، خاموش با خاموش خیلی فرق داره، شاید معنیش یکی باشه. درست؟ ما معنی رو کاری نداریم اینجا، به معنی کاری نداریم، ما به اون نوع جریان سیلابیکی و شنوایی خودمون یا ریتم موسیقی های موسیقی درونی خود اثر هم خیلی برام مهمه. چرا که آوا متفاوت میشه، ریتمی که گرفته خیلی مهمه. ببینید این داره فضا بازسازی اوضاع یک روز، در حقیقت فصلی به نام فصل پاییز. درست؟ این شعر در رابطه با فصل پاییز، اصلا تو پاییز نوشته شده، پاییز عمر یک شخص، شاید بگم اواخر عمر یک آدم میان سال و رسیدن به پیری و در نهایت به زمستان، یعنی منظور به مرگ آخرش. درست؟ این اونجا رو داره باستاب میده نیما. برای همین استفاده کردن از اون سیلابیکی یا آگوستیک کلمات، آواها، واژارایی ها خیلی مهمه، خیلی مهمه، به قدری مهمه که کسی مثل آقای دکتر پورنامداریان که در کتاب خانم ابریز اشتباه فاحشش دقیقا در همین قسمت ها اتفاق میفته. چرا؟ چون به نسخه خطی دسترسی نداشته، یا به قول خودش خواسته که همین جوری بخونه، یعنی فکر کرده که آقا فلان کلمه رو اینجوری بخونه بهتره، در حالی که ما میگیم نخه آقای دکتر عزیز، اگر قرار باشه که هر کی هر جور دلش خواست بخونه که نشد که. شما متن اصلی رو باید به عنوان یک محقق نامدار در ایران باید در دسترس داشته باشی، نمیتونی از اون خارج بشی. ببین مطالعات ژنتیک اجازه نمیده که شما خارج بشی. شاید شما بتونی متن چاپ شده شو بخونی و بتونی همونطوری که گفتم
بخوای خیلی حرفو بزنی و خیلی هم راحت بگی هر خواننده‌ای برای خودش یک تعبیری داره، خب اون درست، اون اصلا بحثش توی نقد ساختاری و ایناست که ما اصلا کاری با اون نداریم. ما تو مطالعه ژنتیک میگیم نه خیر، اتفاقا برعکس، ما حالا میایم میریم اینجا یکی یکی این کلمات رو بررسی میکنیم تا به شما بگیم که اینجوری هم نیست که هر کسی بخواد برای خودش چیزی تعبیر کنه. اون که اصلا میشه بحث تعبیر و تعویل، هرمونوتیک تفسیر متن اصلا چیز دیگه است. این موضوع موضوع مطالعات ژنتیک شناختیه، یعنی علوم شناختی مهمه. ما اینجا رو عصب شناسی مغز طرف، رو عملکردهای روانی، هرجانهای روحیش، نوع سنخ نوشتاریش، اون کلماتی که داره نوشته میشه، اون ضرب آهنگش رو چرا انتخاب کرده، اصلا ما داریم بررسی میکنیم اینا. اصلا بس ببین نقد ما خیلی عمیق‌تر از نقد آدمهایی مثل آقای پورنامداری و امثال اینها هستن در ایران که اصلا راه به نظر من یه راه دیگه رو دارن میرن، اشتباهی دارن میرن موضوع رو. البته بد نیست ها، کاراشون هم خب برخلاف در حدی که مثلا یک مش دانشجو دارن دنبالش میکنن، ما مشکلی نداریم، میگن اونم برای خودش مخاطب داره. اما اینجوری فکر نکنن که ما آدم هایی هستیم که ساکت میشینیم، نه، ما میشینیم و اینجا تحقیق میکنیم رو هر کدوم از این حرفا، بس بی خود ننویسن. مثلا ایشون وقتی که میگه که این قسمت میگه روز شیرینم که با من آتشی داشت، ببینید پاراگراف دوم، بله. نه سوم، سوم پاراگراف، زبدرا رو ببین، خود نیما مخصوصا زبدر میزنه، یک دو سه چهار تا، تو چهار پاره، این میخواسته چهار پاره بشه، یعنی در حقیقت اول قصد داشت، چون نیما خودش هم چهار پاره سراست، اول میخواست چهار پاره بنویسه. یعنی ما از اینجا متوجه میشیم وقتی بررسی میکنیم، میبینیم میخواسته چهار پاره بنویسه اما دوباره تغییر میده. این کاری که همونطور که گفتم تو پاورپوینت قبلی تی اس الیوت انجام داد، دقت کردی؟ اونجا تی اس الیوت اومد از ریتم یامبیک که یک ریتم خالص بود در شعر اروپایی، شعر انگلیسی زبان ها، و ریتم خیلی جالبی هم هست، میاد به صورت خیلی آزاد مختلف الارکان، یه جا دوست داره همون ریتمو میگیره، یه جا خارج میشه ازش، یه جا میشکنه وزنو، یه جا اصلا میره تو زبان محاوره، یه جا اصلا ول میکنه، اصلا میره کاملا تو نصف فرض بگیریم. حالا اینجا نیما دقیقاً به این نتیجه میرسه که من تو بند اولش میاد اونجوری بنویسه، بعد دوباره به این نتیجه میرسه که از حالت چهارپاره خارج بشه و احساس میکنه که در اون متن میتونه حتی با همون ریتم اولش چیکار کنه، با همون مانده از شب‌های دورا دور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. ببینید تمام محققایی که میان این شعر رو بررسی میکنن خیلی جالبه، همین ریت داره گولشون میزنه، همین که فکر میکنن مثلا این در بحر فرض بگیریم، حالا من در بحر مزاره گفته شده فرضن، ریتمش مثلا فاعلات و مفاعیل و مثلا فلان، مثال دارم میگم به طور مثال فرض، همه رفتن رو اون ریتم، هنوز نمیدونن که این ریتم نیست، موسیقی مهمه، چون میخواد باستاب و جلوه های بصری پاییز رو برای شما تداعی کنه، شما چرا گول این ریتم رو داری میخوری، دقیقا گول وزن رو داری میخوری، چون ذهن ما ایرانی ها همش وزنیه، فکر میکنیم باید بر اساس اون وزن سنتی بیاد. نیما خودش هزار بار نوشته آقا من به شعر فارسی دارم وزن میدم، این خیلی مهمه ها، اون شعری که بی وزن و قافیه در حقیقت مثلا کنایه میگه شعر بی وزن قافی شعر کلاسیک ما بوده، من دارم بهش وزن میدم، نگاهش از وزن یه چیز دیگه است، ریتمه، نگاهش از ریتم اگوستیکه، موسیقی درونی کلامه، خیلی مهمه. باز ببینید به خاطر همینه که میگم تو نسخه چاپی مینویسن خاموش جنگل، بر مسیر خاموش جنگل، ببینید چجوری فرق میکنه، بعد سنگچینو اگر جدا بنویسیم، میدونید که سنگ چینو اگر سنگ و چین بنویسی یه جوری خونده میشه، اگر رو هم بنویسی یعنی ترکیب کنی در هم دیگه تو موقع نوشتاری، خب یه جور دیگه میشه. ببین سنگ چین تا اینکه که سنگ چینی از اصلا فرق کرد، یه مقدار یه سنگ چینی از اجاق خود اندرو با فاصله، حالا اصلا که خب. اگر جدا نوشته باشه اصلا آره. سنگ دقت کنید نوشه بله چینی از اجاقه، آره اونجا ببینید توی همون صد پاراگراف اول، تو پاراگراف اول یا پارت اولش رو نگاه کنید که ضبط در زده بالایی
میگه اندرو اندر اندر او اندرو ببینید یه فاصله خا نگاه کنید اندرو خا بعد یه فاصله کستر سردی دیدید حالا بحث موسیقیه موسیقی درونی خود متن خا کستر سردی خا کستر سردی چرا؟ چون میخواسته این سینه که سینه خاکستر سردی ببین سردی اینو میخوام بگم خو بگیرید صدایی که از تو حلق ما به صورت خ درست به وجود میاد اون تولید صدا و تولید صدایی که به وجود میاد وایسی که ایجاد میکنه یا اون ورژنش یا حالا نویزی که ایجاد میکنه چقدر گوش ما رو میخوار میآزاره دقت کنید میآزاره خا خا ببینید خا تر سردی جلوه چیه پاییزه پاییزه دور و برت داره صدای خشخش برگ ها میاد داره صدای سیزین داره این به وجود میاد میخواد باستاب جلوه بصری نشون بده حالا چرا ما اینجوری داریم میگیم چون میبینیم آقا تو خود متن اصلی چجوری شده اول خا نوشته بعد یه فاصله بزرگ اندازه دو تا کلمه دو تا حرف بین خا با کستر فاصله گذاشته چطور همین اتفاق تو سنگچین نیفتاد میتونه سنگچین هم جدا بنویسه ولی ننوشه اندرو رو چجور چسبون به هم دیگه ولی اونو ننوشه اونو ببین چقدر فاصله میذاره حالا یه چیز دیگه همچنان کندر ببینید باز تو پاتر بعدی میگه همچنان کندر قبار اندوده اندیشه های من ملال انگیز باز توی بعضی نسخه چاپی من نگاه کردم من افتاده اونجا ملال انگیز اومده فقط ملال انگیز همچنان کندر قبار اندوده اندیشه های ملال انگیز منو نذاشتن اون منم خودش قبلش خط زده یه خط کوچیک زده ولی دوباره جایگزین کرده منه چقدر اونجا داره تاثیر میذاره رو موضوع طرح تصویری در آن هر چیز داستانی ببینید حاصلش دردی حالا چون اونجا ما داریم ما اندرو خاکستر سردی اینجا شد حاصلش دردی ببینید از نظر قافیه یه قافیه است اینجا قافیه بندیش میگه روز شیرینم اینجا اشتباهی که آقای نامداریان کرده میگه روز شیرینم که با من آتشی داشت دقت کنید کلماتی که من دارم میگم و میخونم روی متنم هست دقت کنید روز شیرینم شه درست میگه روز شیرینم که با من آتشی داشت درست وضعیت آواپیچی ایزوتوپیک سلولی این کلمات رو نگاه کنید شین شیرینم با من آتشی داشت یک دو سه تا شه کنار هم دیگه اومده توی یه سطر آقای پورنامداریان میگه که من اینو اینجوری خوندم روز شیرینم که با من آشتی داشت ایشون اینجوری خونده متن خب این چه ربطی داره این تو متن اصلیش خودش با دستخط خودش نمیشه روز شیرینم که با من آتشی داشت آتشی داشت یعنی چی؟ یعنی اون اجاق سرده کلمات که انتخاب شده یعنی ریفرنس دقیقا در اون متنیه اجاق سرد آتشی داشت اون اجاق سرده روز شیرین من روزهای شیرین جوانی من فرزند با من آتشی داشت یعنی شعله‌ای داشت در این حال آتش باستابی از وجود یک انسان جوان با شور و شوق و شیدایی خودش درست که تعبیر شده به اون اجاق سرد میگه اجاقی بود که در روز جوانی من چی داشت؟ آتش داشت مثل من جوانی که نور داشتم هیجان داشتم انرژی داشتم خیلی چیزا داشتم حالا سطر بعدی نقش ناهمرنگ گردیده حالا اگر اینو بخونیم مثل آقای پورنامداریان روز شیرینم که با من آشتی داشت ببین کجا پرت شدیم ما اصلا بله درست آشتی کلمه
دوران زندگیش رو و جوانیش رو داره قیاس میکنه، فکر میکنه. آره دیگه آفرین، این رابطه منطقیه، ولی وقتی یه کلمه مثل آشتی داشت بذاری چجوری میتونیم آشتی رو برگردونی؟ اصلا اولا که مگه میشه من شعر یه کسی دیگر رو بردارم کلمش عوض کنم بذارم آشتی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نسخه‌ای که آقای پورنامداریان دستش گرفته و از روی اون نیما رو خونده آشتی چاپ کرده بودن، اشتباه چاپی بوده، ویراستار اشتباه چاپ کرده. ببین اتفاقاتی که ما تو متد ژنتیک داریم بررسی میکنیم، یک خطا، یک کلمه، هر چی هم که ایشون خواسته توجیهش کنه بعدها که من اینجوری خوندم، من دوست داشتم اینجوری بخونم، اگه اینجوری میشد چقدر خوب بود. یعنی ببین یه چیز باراوری بی خود نمیشه که من دوست داشتم اینجوری بخونم، نمیشه که دوست داشتن شما مطرح نیست که، اصلی که علمی داریم بحث میکنیم. امیدوارم که یه روزی ایشون بیان بتونیم که حداقل با هم در مورد همین موضوع همین یه دونه کلمه رو گیر بدیم ببینیم کجا هستن، اونا کجا ما کجاییم. روز شیرینم که با من آتشی داشت، نقش ناهم رنگ گردیده، سرد گشته سنگ گردیده، آدم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی. ببین بهار روی زردی بهاریه که رو به زردی داره، یا بهاری که روی زرده، یعنی در خود بهار من، جوانی من، این نقش نا همرنگ در خودش تنیده شده. یعنی من در جوانی خودم هم این پاییز رو میدیدم و در انعکاسش در صورت من به وجود اومده بود. درست؟ خیلی جالبه. اگر ما اونو بخونیم آشتی داشت، تمام این تفسیرهای بعدی اشتباهی میره. یعنی اینا هیچ کدوم هم دیگه مرتبط نمیشه دوباره، چون اصلا اساسا اگر بگه آشتی داشت اجاق سرد به نوعی هم میریزه داستانش. بله اون آتشی داشت با سرد گشته هم با هم این ارتباط رو کاملا شما میتونید حس کنید. بله ارتباط درونیش میتونید حس کنید. بله. بعد یه چیز دیگه، خب یه موضوعی بود که ما گفتیم بعد حتما مطرح بشه، اینجا خیلی مهمه. به خاطر هم خیلی گشتم اینو پیدا کنم، همین نسخه‌ای که پایینش هم نوشته نیما یوشیج، فردا نمیتونم بگن که نه اینو خودت نوشتی، چون تو ایران خیلی زود بلدن توجیه کنن این چیزا رو. بعد موضوع مهمتر این بود که گفتم این زبدرها بود، از همه مهمتر که خیلی برای من تو مطالعه ژنتیک این متن مهم شد، این نوع نوشتار این شعر. ببینید وقتی من اینو اومدم بزرگش کردم، برداشتم مثلا با میکروسکوپ، چی میگن، ذره بین اومدم اینها رو بررسی کردم، آوردم روی این خطا بزرگ کردم، نگاه کردم، متوجه یه چیز خیلی جالبی شدم. حرکت خطی که دستی که نیما داشته خیلی جالبه ها، لرزان بوده. یعنی شما وقتی میری خط شناسی میکنی لازم متوجه میشی کاغذ این مربوط به کاغذ نمیشده؟ نه ببینید کاغذ رو شما لمس کردید ببینید؟ نه اصلا ربطی به کاغذ نداره، اون که سر جا. آره این موضوع سر اینه، شما نگاه میکنید مانده چجوری نوشته شده، همینجا الان نگاه کنید متوجه میشید. ببینید با آیه یه کشیده هاش بهتر پیداست در یه کشیده. آره اصلا مهمتر ببینید روی چک کلمات، اگه قرار بود به اصطلاح حالا میگن یه دونه چی میگن جوهر پخش بشه ما متوجه میشدیم، ولی اون فشاری که روی کلمات آورده گذاشته شده، درست، یه جایی رد کرده خیلی راحت اومده، یه جایی نقطه، یعنی چی میگن، یه جایی فشار اومده، متوجه ای؟ من متوجه شدم که دست لرزان بوده. بله مثلا چطور؟ اینجا هم... آره ببینید شما دقت فشار پاراگراف ده. آره پاراگراف یکی که نوشته بریده هست. آها حالا ببینید شب از شبها از بالا نگاه کنید، مانده از شبهای دورادور، شبها رو ببینید چقدر فشار اومده روی کلمه. بله. روی خط. بعد دورادور رو ببینید هیچ فشاری روش نیست، درست؟ بعد مسیر خاموش جنگل رو نگاه کنید، هم خاموش فشار اومده روش، هم جنگل و باز خاموش تکرار شده. آره بعد ببینید همین میخوام بگم سنگ چینی رو ببینید چجوری نوشته شده، درست؟
همون سنگ چینی رو بیایید در پایین ترم نگاه کنید، یعنی آخرین سطر، آخرین کتاب، آخر همین شعر نگاه کنید، اون سنگ چینی رو ببینید، این سنگ چینی رو ببینید، همچنان که رو ببینید با اون همچنان، درست؟ چجوری ها چجوری نوشته شده، اینا خیلی مهمه ها. بعد یه چیز دیگه، ملال انگیز رو نگاه کنید، اندیشه های ملال انگیز، ببینید چه فشاری اونجا اومده. ببین تعلم های روحی یک شاعر خیلی مهمه، تعلم های روحی، خلجان های روحی، اون عصبیتی که وجود داره، یا ما میگیم وضعیتی که میتونیم از نظر پروسدیکی زبان، بهش میگم پروسدیک زبان، حالا تو ایران شاید معنی کنم به علم عروض و نمیدونم از این حرفا، من اون اصلا معادل های اینجوری شد قبول ندارم، اینو توی همون دیکشنری فرنگستانی انگلیسی بررسی میکنم، خیلی مهمه، اونجا خیلی دقیق تر آدم میتونه متوجه بشه. وقتی میگه علم عروض، آدم یه چیزی دیگه تصور میکنه، عروض چیه؟ عروضی که از جای دیگه اومده داخل ایران، چون مثلا عروض رو از جای دیگه آوردیم در ایران، ایران شعر عروضی نداره اصلا، شعر اصلی ما اصلا عروضی نبوده، سیلابیکی بوده. این عروض منظور که از عروضی که از شعر عرب اومده در ما با افعال ما وزن اینجوری ترکیب شده، اون یه جنبه هژمونیه که حالا خیلی بحثش طولانیه، بخوایم یه روز بحث کنیم. اما حالا همینی میخواستم بگم، شما ببینید طرح تصویری، تصویر رو نگاه کنید ببینید، در آن هر چیز داستانی حاصلش، باز حاصلش رو نگاه کنید، دردی. حالا دردی رو با دورادور رو نگاه کنیم، توی این تجربه، تجربه ژنتیکیه رو خط، حالا میریم رو خط هم بررسی میکنیم، میگم متولد ژنتیکی فقط این نیست، رو خط و نوشتار و گونه شناسی و سنخ شناسی زبان و همه چی داره بررسی میکنه. خب بعد سرد این به دلیل این باشه که با خود نویس نوشته شده این برداشت رو شما داری؟ چون نه فقط این نیست، فقط این نیست. آخه خب اگر اینجوری نوشته شده با خود نویس، درست نیست جالب، چون خود نویس به هر حال یه شیوه نوشتاری خاصی رو میطلبه، بعضی وقت یه کمی شما صبر کنید ممکنه که جوهر جمع بشه بعضی قسمت‌ها. دقیقا ما همین رو میخواییم مطالعه کنیم، دقیقا همین سبقی که شما میفرمایی، ما میخواییم بگیم که این شعر در موقع نوشتنش دقیقا تأمل شده، هر لحظه که کلمه نوشته شده یک مکسی اومده روش، یعنی داشته به کلمه وری میرفته. خیلی مهمه، ما دقیقا همین رو میخواییم پیدا کنیم که چطور اون داره نوشته میشه. ببین حالا شما بعدی رو نشون بدید تا من استدلال خودم رو نشون بدم. خب شما دقت کنید اینجا، این یه متن نامه است، وقتی که داره نثر می نویسه نثر خیلی داره دقیق میره، درست؟ دقت هم بکنید اکثر کلمات خوب نشسته سر جاش، اصلا بحث چیزی، فقط یه سری جاها خودش خط، یعنی بعد اینکه متن رو نوشته دوباره خط زده یه سری اضافه کرده خوده نیما، یه نامه ای که نیما نوشته در 1322 و امضام کرده، دقت کنید بعضی از جاها هم یعنی تغییر نداده، نشون میده که در همون زمان نگارش خط خورده. آره در زمان نگارش به قول شما حالا دستش چیز شده لرزیده، من میگم بر اساس این نوع نوشتار من متوجه شدم دست نیما میلرزیده، یعنی موقع نوشتن اصلا مهمتر، ولی تو شعرش خیلی مهم بوده که من به شعرش که رسیدم متوجه شدم که این اتفاق یه جور دیگه داره میفته. خیلی مهمه ببینید سردگشته رو ببینید توی قبلیه رو بزنید، سردگشته رو نگاه کنید، وسطش یه دونه ویرگول خورده، درسته؟ بله. سردگشته ویرگول، سنگ گردیده ویرگول، بله درسته؟ بله. خب چرا مثال دارم میگم، اگه بخوای فرض بگیریم که نه این به خاطر کاغذش بوده یا به خاطر جوهرش بوده، چطور شده یه سرگشته اینقدر پررنگ نوشته شده؟ نقش رو نگاه کنید، کلمه نقش رو ببینید چقدر پررنگ تره، درست؟ سرگشته سنگ گردیده، سنگ رو نگاه کنید ببینید، ببین وقتی که داره مینویسه سنگ، درست؟ گو بگیری، ما خیلی بخوایم بریم بالا ها، یه سطح بینیم بالاتر، ببینید نقش ناهمرنگ گردیده، گه درسته؟ دوتا گه، سرد گشته سنگ گردیده. نیما به قدری هوشمند بوده، من با این مطالعات میتونم اثبات کنم، با همین میتونم اثبات کنم که هر کدوم از
واژها، مثبت ها، آواهایی که گذاشته دقیقا به بعدیش فکر میکرده، دقیقا فکر میکرده. یعنی اینجوری فکر نکنید که نیما اینو فعل بداهه نوشته. نخه، فعل بداهه ننوشته. ما اثبات کردیم که اصلا متن قبلیش هم نگاه کنید چقدر دستخوردگی داره، پس هی ویرایش کرده، نوشته، خط زده، ویرایش کرده. شاید حالا این متنی که هست باز نمیشیم بگیم نمونه کاملشه. اگر نسخه قبلی تر و خطی تر این نسخه رو ما بتونیم آقای مثلا بچه‌هاش منتشر کنه، سیروس داهباز منتشر میکرد اون زمان، یا خیلی کسای دیگه که الان خانواده‌اش هستن، نوه‌هاش، نتیجه‌هاش بتونن این نسخه خطی اینو بیارن بیرون، ما میتونیم بیشتر بررسی کنیم این موضوع. خیلی مهمه، میتونیم بیشتر بررسی کنیم. در واقع حالا همه این مطالعات رو کردیم، این نشون دادیم. روی این پاورپوینت دیگه شما صحبت نداریم، میتونیم برگردیم. نه نه، این فقط همینه. میخواستم بگم که ببینید تو نثرش هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. یعنی تو نثر نیما فکر نکنید که نثر نیما مثلا، یعنی هممون همین هستیم. ببینید امروزه این مطالعات، حالا امکان داره خیلی بشینن میگن خب بله نسخه های خطی اینا، ولی خب امروز که دیگه همه نشستن با دستگاه تایپ دارن میزنن، یه سری با گوشی دارن به قول میگن تایپ میکنن، یه سری با دستگاه آنچنانی تایپ میکنن، دیگه کسی خطی نمینویسه که. امروز دیگه تموم شد مطالعات ژنتیکی، درست؟ امکان داره اینو بگن. ما میگیم نه خیر، اتفاقا برعکس، تازه مطالعات ژنتیکی تو بردار جدیدش وارد همین عرصه تایپوگرافی و تایپ و این مدلش به اصطلاح میگن اسکریپت تایپ نوشتاری میشه و این نقش های کنش نوشتاری و شکل های نوشتاری رو هم بررسی میکنه. چجور؟ ببینید ما امروز نویسنده هایی داریم مثل اینی که کیمیاگر رو نوشته، پاولو کویلو رمان های خودش رو همون لحظه الان توی آنلاین، خیلی جالبه، مثلا وقت میده به خوانندگاش، من طرحهای داستانی کوتاهمو دارم منتشر میکنم، از فلان تاریخ تا فلان تاریخ اعلام میکنه، میتونید بیاید این طرحها رو بخونید. طرحهای کوتاه کوتاه، چهار خطی، پنج خطی، ده خطی، فلش دیگه، مثلا داستانهای فلش. آره، فلش فیکشن. در این فلش فیکشن های استوری یا تکست های فلش فیکشنی کوتاه کوتاه مینویسه، طرحهای کوتاه کوتاه، درست؟ حالا ما میتونیم بعد بیایم بررسی کنیم طرحهای کوتاه ایشون. بعد میاد مثلا بعد از یه دوره تبدیل میشه به چی؟ هر طرح کوچیک تبدیل میشه به طرح بزرگتر و هر کدوم از اون طرحها میره توی یه سری داستانهای دیگرش، یعنی شکلهای داستانهای پیش در پیش در داخل هم. خب این جریانش رو ما میتونیم از روی چی؟ از روی این مطالعات ژنتیکی بررسی کنیم، درست؟ میتونیم بررسی کنیم. از همه مهمتر این که مثلا من برای خودم الان تو یه قسمت دارم، درست؟ توی همین مثلا لپتاپ، تو گوشیم یا هر جای دیگه، متنی که می‌نویسم، اول اون مواد خام و متن اولو نوشتم، درست؟ می‌نویسم. دوباره بعد برمی‌دارم، بعد از چند وقت دیگه شروع می‌کنم به ویرایش کردن. باز یه سری بهش اضافه می‌کنم، یه سری جاش حذف میشه. همه اینها رو من تو آرشیو ذخیره فلش مموری گوشیم یا فلاشم یا تو خود هارد دستگاه فلانم دارم دیگه، درست؟ هیچ کسی هم اینها رو از بین نمیبره، خیالتون راحت، یعنی هممون داریم. پس در حقیقت حالا این جلوه جدید اومده چی شده تو نوشتارهای جدیدمون؟ ما نسخه نهایی کامل شده خودمون رو مثلا میدیم در فلان مجله منتشر میشه، درست؟ یا میذاریم تو سایت خودمون منتشر میکنیم. اما این امکان رو داریم که دوباره چیکار کنیم؟ برگردیم بعد از مدت‌ها بریم سراغ همون آرشیوهای اصلیمون، اون چیزایی که از اول نوشتیم، اطلاعاتی که جمع کردیم و خیلی چیزای دیگه، درست؟ این مطالعات فقط این نیست که بیرونی نیست، یعنی در درون خود نویسنده‌ام داره این اتفاق میفته، ما به عنوان کسایی که از بیرون وارد میشیم میتونیم بریم در داخل این سیستم. پس در واقع میخوایم بگیم که کلی مطالعات میخواد بگه که امروز روز هم ما دقیقاً داریم همون روش رو استفاده می‌کنیم. حالا خیلی اگر منتشر نمی‌کنن، به نظر من باید منتشر کنن، حتی اگر ویراش های مختلفی هم انجام میشه. ببینید من الان جدیدن به خاطر همین مطالعات یاد گرفتم که دارم مطالب خودم رو طبق هر باری که ویرایش میکنم مینویسم و ویراش های مختلف، و حتی در جای مختلف که منتشر میشه دوباره ویراش های جدید جای دیگه منتشر میکنم، اون قبلی ها رو پاک نمیکنم، میگم بذار باشه، این شعرم فلانجا چاپ شده، حالا بعد از 20 سال مثلا من
دیدم که این متن اشکال داره، یه جایش باید هست شه، یه جایش ویرایش باید بشه، یه جایش ویراستاری باید بشه. اینا رو انجام دادم، کلمات رو حتی جابجا کردم، چیز جدیدی بهش اضافه کردم، چیزی ازش حذف کردم. همون حالتی که قبلا منتشر شده امروز با این ویرایشی که انجام شده میدم در یک جای دیگه و می‌نویسم ویرایش مثلا سال 1400 یا مثلا می‌نویسم فلان، مثلا سه بار ویرایش در سال. این جدیدا من یکی از شعرهای تیس الیوت رو بعد از 27 سالی که ترجمه کرده بودم که 5 بار من این رو ویرایش کردم، بین 5 بار 5 جا منتشر شده، 5 جای مختلف. خب شعر شاید خیلی بشینم میگن آقا چه عجله ای داشتی اون موقع اینجوری بنویسی، عجله داشتی چاپش کنی 27 سال پیش، کاش چاپ نمی‌کردی، الان که بعد 27 سال الان اومدی مثلا به قول خودت یه نسخه کامل درست کردی و فلان جا دادی، خب 27 سال صبر می‌کردی یا نه میشستی خوب روش کار می‌کردی می‌نوشتی. در صورتی که ما میگیم یک مد یک پروسه در زمانی همزمانیه و روند تکامله تکامله این بله تکامله تطوینیه، تکوینیه، تدریجیه. باید بدونیم که این روش آنتولوژیکشو بررسی کنیم چجوری این هستی شکل گرفته این متن‌ها و الان هی داریم میریم جلو. ببین من بعد 5 سال برداشتم تو 5 جای مختلف که چاپ کردم، آخرین ویرایشی که دادم بیرون، شما آخرین ویرایش منو میای طبق مطالعات ژنتیکی از این ترجمه متن تیس الیوت جیافر فراگ بررسی میکنه تو جاهای نسخه های سایت های مختلف، کتاب مختلف، مجلات مختلف، ابتدایی ترین ترجمه منو شما بررسی کنید تا بیای به این تا اونجا که چاپ شده و الان بیرونه، درست؟ یعنی 4 بار ویرایش شده، 5 بار ویرایش شده، درست؟ این میشه یه مطالعات. اصلا مهمتر حالا وقتی خودم بخوام یه روزی اون نسخه های اولیه خودم رو بدم بیرون که من چجوری متن اصلا ترجمه کردم، چون خیلی فکر میکنم مثلا ما میشینیم مثلا شعر رو میذاریم جلومون از اون بالا میخونیم و این بغلش هم شروع میکنیم به نوشتن، مثلا سطر اول انگلیسیه، سطر دوم اینجوری، سوم چهارم، ما صد بریم جلو. نه اینجوری نیست که، یه شعر کامل میخونی، درست، بعد قسمت های مختلف. یه جا میبینی اصلا یه کلمه اصطلاحی هست که اصلا من خودم تو انگلیسی یا تو فرانسه اصلا نشدیدم، تو فرهنگ اصطلاحی خودش باید بررسی میشه. اون لحظه که ولش کردم رفتم دنبال فرهنگ اصطلاحیش، شاید من بارها شده که به خاطر یه کلمه، خانم بنی هاشمی تو یک ترجمه به خاطر یک کلمه من 6 ماه تمام توی این دارالمعارف ها، توی این فرهنگای لغت رفتم گشتم، باور کنید رفتم گشتم که دیدم جواب نداده، یعنی یک اصطلاحی بوده، یک چیزی بوده که بعد زنگ زدم به دوستانی که حالا داشتم توی آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، انگلیس دوستایی که داشتم، اساتیدی که میشناختم، اساتید دانشگاهی که میشناختم، دوستانی که حالا تو زبانهای انگلیسی، مثلا انگلیسی یا فرانسه یا زبانهای مختلف تخصص داشتم، با اونها بررسی کردم، صحبت کردم، و یکی مثلا بعد از 6 ماه یکی آدرس داده گفته برو سراغ مثلا فلان استاد، اون دیگه میتونه جواب شما رو بده، یعنی بقیه موندن توش که چیه این، درست؟ بله. خب بس ببینید ما متن رو ول کردیم 6 ماه فقط رفتیم دنبال یک کلمه. بعضی فکر میکنن نه همینجوری ساده است، یعنی ببین چه عذابی، چه رنجی، چه چیزی، مثلا اون چه لذتی داره این مکاشفه که ببین هر لحظه کلمه رو پیدا کنی، یه چیز خوب پیدا کنی، یه چیزی خوب جایگزین کنی، بری با 4 نفر دیگه صحبت کنی، چون تو فارسی هر معادلی رو شما میگی 10 تا معادله دیگه هم در کنارش بچینی، درست؟ اینه که هر کدومش هم یه جوری میتونه باشه، ولی چه بهترینش کدومه جایگزین کنی مهمه. پس ما میتونیم در اصول در مطالعات جدید، حتی توی متن‌های دیجیتالی، حتی تکست هایی که همزمان داره نوشته میشن، ما میتونیم این رو بررسی کنیم. مطالعه فقط این نیست که بریم نسخه خطی بده کنیم، شما میتونید مصاحبه های یه نویسنده، یه کارگردان، یه دونه چیزهایی که در موردش گفتن، دوستایی که در مورد مثلا امروز در مورد مسعود کیمیایی 1001 نفر حرف زدن، تو زمانی که مسعود کیمیایی فیلم قیصر رو میساخته 1001 اتفاق افتاده، درست؟ اون محله، اون اتفاقاتی که سر صحنه افتاده، اون صحبتایی که بازیگرها کردن، اون چیزی که بهروز موسیقی مثلا همون لحظه خواسته که کلمه رو عوض کنه. اصلا به قول مسعود کیمیایی میگفتش که ما سناریو رو نوشته بودیم، دیالوگ رو نوشته بودیم، آقای بهروز موسیقی دوست داشت خودش اونجوری که دوست داره بگه. خیلی مهمه ها، یعنی تغییر میداد. درست؟ خب اینها همه مصاحبه‌ای که شده انجام شده. ما برای مطالعه ژنتیکی روی فیلم‌های آقای مسعود کیمیایی باید تمام اون
چیزها رو از خود مسئول تیمی که چرس کنم، از کل عواملش، آدمهایی که دور اطرافش هستن، بریم بخوایم بهمون بدن یا بیایم بریم خودمون در اون مسیر قرار بگیریم ببینیم که چطور شد قیصر شد قیصر. بله جناب جهانپولاد، با توجه به اینکه کمی از دو ساعت ما رد شدیم، اگر که میخواید که جنبندی داشته باشید بفرمایید. نه دیگه جنبندی نداریم دیگه من صحبت کردم. بله یک سوال دیگه از دست یکی از دوستان دیگه به من رسیده، اگر که فکر میکنید زمان هست و میتونیم به این سوال هم شما پاسخ بدید، من برای شما بخونم سوال. اگه میشه من فکر میکنم دیگه دو ساعت زیاد شده دیگه، اگه شما خسته نیستید. نه من خسته نیستم، ولی به هر حال چون احترام به بفهمید. هست که برای ما بله بفهمید. از این جهت خواستم که بله بفهمید. ایشون گفتن که روش‌های کاربردی مطالعات ژنتیکی چگونه است، که فکر میکنم که شما به شکلی پاسخ اون رو دارید. آره پارت دوم هم صحبت خواهیم کرد در این رابطه. بله بله. بعد باز هم فکر میکنم در ارتباط با همین صحبت‌هایی هست که شما فرمودید، آیا میتونید با ارائه پاورپوینت ها و از روی تصاویر توضیح مختصری به بینندگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و منتقدان ایرانی و خارجی از خارج از ایران در این رابطه بدهید، تا این رویکرد نوین را که تازه توسط خود شما معرفی شده بیشتر دریافت نماییم؟ بله من فکر میکنم شما در بخش انجام بله صحبتاتون فرمودید و جای هیچ گونه تردید و شک دیگه گذاشته نشده، نه همه چی با همون پاورپوینت ها و اون اطلاعات دقیقی که روی هر کدومش دادید کامل پاسخ سوال این بینندمون و عزیزمون داده شده. به هر حال اگر جنبندی خاصی هست بفرمایید. من خواهش میکنم سلامت باشید. سلامت باشید، خیلی ممنون که وقت گذاشتید. دوستان عزیز بیننده وقت گذاشتن و دنبال کردن. امیدوارم که این چیزی که ما مطالعاتی که ما شروع کردیم و داریم بحث میکنیم همچنان گسترش پیدا کنه. این نگاه نگاه جدیدیه که به ما دقت کرده باشید، ما همین تو صحبتایی که کردیم و نشون دادیم خیلی چیز جذابیه و خیلی باله. آدم بله میتونه دنبال کنه. بله مطالعه دانش نوعی هست در واقع بشه. بله بله. که میتونه خب خواهان بسیاری رو داشته باشه. بله. البته بین رشته ای ها، یعنی تو روانشناسی، تو عملکرد دانش بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اکوسیستم، همه چی میتونیم بررسیش کنیم. یعنی اصلا فقط این بله بسیار مطمئن هستم که این سمیناری که ما به شکلی در اینجا داشتیم قابل توجه بسیاری از دانشجویان و همینطور استادان دانشگاه قرار خواهد گرفت و به شکلی میتونه یک منبع و یک مرجع درست و مؤثری برای اونها باشه و امیدوارم که قابل استفاده و مطمئن هستم که قابل استفاده برای بسیاری از عزیزانی هست که در پی این رشته هستند، به دنبال میکنن این چنین مباحثی رو و بدون شک میتونه براشون یک دستاورد بسیار قابل توجه و مفید و مهم باشه. از در اینجا از شما و از همه بینندگانمون مخاطبین این برنامه خداحافظی میکنم. شما و همه عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون. شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کام تک تک شما.